به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. خیلی خوشحالیم که در یک دوشنبه دیگه که ما همیشه دوشنبه در خدمتتون بودیم، این هفته سه‌شنبه در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت آقای امجد و حاج آقا. ممنون و سپاسگزار از شما که ما رو انتخاب کردید و در کنار ما هستید تا یک گفتگوی جذاب دیگر رو بشنویم. آقای امجد تشریف دارید تا من با یه مقدمه شروع کنم و ادامه بدیم. شما صحبت می‌فرمایید. خانم ابراهیمی مدیر جلسه. سلام علیکم. خدا سلامت بده شما را به موفق و باید باشه. از زحمات شما تشکر می‌کنیم. ان شاءالله مأجور هستید. خدا یارتون باشه. ما در خدمت هستیم. الان این مطلبی که از جناب آقای ملکیان استوری کردم در صفحه آقا و آقا خیلی خوشش اومد، شما از این شروع کنید. الان همین الان استوری کردم. بله همین الان میخونم. آقا دوست دارن که این موضوع بشه با. آقا به مطالب ملکیان خیلی توجه دارم. ترازوی عقل و وجدان؟ بله بله حتما. ترازوی عقل و وجدان اخلاقی. من همیشه میگویم هر کتابی را بخوانید، ولی برای اتخاذ موضع فقط به دو چیز رجوع کنید و با دو ملاک. یکی این که هر رأی را بر عقل و وجدان اخلاقیتان عرضه کنید. اگر عقل و وجدان اخلاقیتان آن رأی را تصویب کرد، تا وقتی که این تصویب برقرار است به آن رأی التزام بورزید. ما جز عقل و وجدان اخلاقی ترازوی دیگری نداریم. در امور نظری عقل ترازوی ماست و در امور عملی وجدان اخلاقی. اما به عقل و وجدان اخلاقی من باید با صداقت و جدیت رجوع کنیم. صداقت یعنی قصد فریب دادن خودم و دیگران را نداشته باشم. جدیت هم یعنی مسائل فکری نباید جزو دکوراسیون زندگیم باشد و از باب تفریح گاهی با آنها بپردازم. قرآن هم میگوید جاهدو فینا. من شرمنده اگر توپق قرآنی دارم و یا اصلا آیه های قرآنی رو درست تلفظ نمی کنم، پیشا پیش عذر خواهم. جهاد یا مجاهده یا جهد که هر سه مصدر جاهدو هستند، یعنی استفراغ الوس، یعنی هر چه توانایی داری بریز بیرون. استفراغ یعنی بیرون ریختن. وانگهی قرآن میگوید جاهدو فینا، یعنی کوشش شما باید در راه حقیقت باشد نه در مسیر همراهی با مدهای فکری زمانه. مثلا نباید بگوییم اکثر جوانان از این طرف می روند، پس من هم سوار این موج شوم تا 4 مرید جوان پیدا کنم. من فکر می کنم اگر ما با صداقت و جدیت به عقل و وجدان اخلاقی ما رجوع کنیم، به هر رأیی که برسیم هیچ مشکلی ندارد. بنابراین من به کسی نمی گویم چرا آن کتاب مرا می خوانی، فقط آرزو می کنم او با عقل و وجدان اخلاقی خودش کتاب مرا سبک و سنگین کند. اگر فرایند رجوع به عقل و وجدان اخلاقیتان صادقانه و مجدانه باشد، فراوردهش هرچه بود آن را بی‌پروا بپذیرید. مصطفی ملکیان. سلام الله علیه. لاپوچه خیلی بود. لاپوچه همه مطالبه. بلندتر بازتر میگم راهگوشه همه مطالبه. خیلی بسیار خوبه کلمات نورانی خدا امثال ایشون را زیاد کنه و ایشون را محفوظ بده و سلامت بده. سلام خدا بر آقای ملکیان و همه کسانی که در خدمت انسان و خدا خدمت دیگونه. اللهم آمین آمین. خدا سایه شما رو بر سر ما نگه داره، حافظ و نگهدارتون باشه که ما بتونیم بیشتر و بهتر استفاده کنیم. خب با این مقدمه ما در خدمت شما هستیم آقای امجد. آقای هاشمی خوش آمدید، آقای پروین خوش آمدید و دوستان عزیز که در پایین هستید و مهمان ما. ممنون که ما رو میشنوید، در خدمتتون هستیم. این موضوع بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع پیشنهادی دوستان بود، نتیجه یک مباحثه بود که در یک گروه خصوصی
به طرفیت جناب آقای دکتر پروین و بنده در محضر آقای یک مباحثه داشتیم که از دل این مباحثه موضوع جلسه امروز در اومد که ما به عنوان روحانی، روحانی هم لزوماً اون نیست که عمامه سرش باشه یا لباس تنش باشه، روحانی کسی است که مثل آقای ملکیان که الان به معنویت و اخلاق میپردازه، به عنوان یک روحانی یعنی اهل معنا، به عنوان یک انسان اخلاقی که میخوایم مرجع و محل رجوع مردم بشیم. خب روحانی به این معنا طبیب روحیه، طبیب نفس ماست، طبیب نفوس ماست، طبیب روح ماست. ما بیشتر بیماری های اخلاقی و روانی خودمون رو نزد روحانی و اهل معنا میبریم. پس به این معنا هر کدام از ما میتوانیم به عنوان یک روحانی، یعنی وقتی که به یک زندگی اخلاقی میخواییم داشته باشیم، یک زندگی معنوی میخواییم داشته باشیم، خب این آثاری داره، این زندگی اخلاقی و معنوی باعث میشه که مثل همون جوری که یک طبیب حاذقی در یک جمعی باشه، مردم به نحو طبیعی و به تدریج دور اون طبیب جمع میشن و صادقانه مشکلات خودشون رو با طبیب در میان میگذارن. وقتی هم بیماری به طبیب رجوع میکنه، طبیب از او وقتی سوال میکنه، بیمار صادقانه به او جواب میده. چرا؟ چون سوالهای طبیب مثل سوالهای یک بازجو نیست که بخواد برای اون یک پروندهی ببنده یا او رو بی آبرو کنه یا او رو بی حیثیت کنه یا یک جایی شانتاج انجام بده با او. طبیب رو کسی میدونه به چاره کار و راه حل علاج این بیماری روحی این شخص و این بیمار در دست این طبیب مشفقه. لذا هر سوالی طبیب مشفق از اون میکنه، این میبینی صادقانه جواب میده. این شخصی که توی بازجویی توی یک پرسش و پاسخ علنی در علی رؤوس الاشهاد حاضر نیست به این صداقت حرف بزنه، چون ممکنه بالاخره آبروی او بره، ممکنه سر او فاش بشه، ممکنه دچار زحماتی بشه، یه جایی اسیر شانتاج بشه، ولی به طبیب پاسخ میده. مثلا طبیب وقتی میپرسه شما این بیماری رو داری، میگه بله، مثلا تشریح میکنه، بیمار صادقانه بیماری خودش رو میگه. چرا بیمار این کارو میکنه؟ چون اولا به طبیب ایمان داره که این طبیب حافظ و امین این بیمار هست و مشفقه، مهربان نسبت به این شخص، بیمار دوسته، دیگر دوسته، خودش رو برتر از او نمیبینه. عشق به هم نوع باعث شده که این طبابت رو انتخاب کرده، این محل رجوع شدن رو انتخاب کرده. خب اینه که اون کسی که میخواد روحانی باشه، عرض کردم روحانی هم اعمه از این کسی که این لباس رو تنش باشه یا این لباس تنش نباشه، اصلا حوزه رفته باشه یا اصلا دانشگاه هم نرفته باشه، حوزه هم نرفته باشه، یک امی باشه، ندونه الف صاف یا گرده، ولی یک انسان معنوی اخلاقی است که بر اساس تجارب معنوی که داره محل رجوع مردم میشه. محل رجوع میتونه پدری خانواده باشه، میتونه آموزگار یک محله باشه، یک دبستانی، مدرسه، دبیرستانی، دانشگاهی باشه، میتواند یک مرجع تقلید باشه، میتواند یک پزشک باشه، میتواند یک استاد دانشگاه باشه، میتواند یک کارگر و یک کارفرما باشه. هر انسانی که محل رجوع دیگری هست، که این دیگری پیشنت اینه، یعنی خودش رو به اصطلاح به طرف مقابلش به عنوان طبیب مشفق نگاه میکنه، حاضر به سوالات او و به استفسارهای او صادقانه پاسخ بده تا با همکاری هم و تشریک مساعی هم دیگه به علاجی برای این بیماری پیدا کنن. اینی که عرض کردیم روحانیون بایستی فقط اگر میخواهن پیامبرانه عمل کنن، بایستی مانند پیغمبر طبیبون دوارون به طبه باشن. ما امروز الان عادت کرده ذهن ما که شما میدونید که یک موقعی در عالم اسلام میگفتن طبیب و معلم و قاضی باید از بیت المال اونقدر بهشون داد، دستشون رو باز گذاشت که اینا طمع نداشته باشن به کسی که میخوان درس بدن از او پولی بگیرن، یا پزشکی که وقت زمان اون وقت به پزشک و طبیب میگفتن حکیم، و طب یک حکمت بوده، حتی همین طب جسمانی هم خودش حکمت بوده، از جنس حکمت بوده، و طبیبی مثل بوعلی سینا دوارو به طبه میشده، یعنی بلند میشده از این سر عالم میرفته اون سر عالم به یک بیماری برسه.
اون زمان هم میدونید مثلا نمونه ادرار بیمار رو توی قاروره توی شیشه میذاشتن، میگفتن قاروره اون شیشه که از رنگ ادرار و گاهی حتی طبیب مشفق ادرار مریض رو میچشیده ببینه این بیماریش چیه. دیگه این طبیب کسی نبوده از این برای عالم بره اون برای عالم یک بیماری رو بالای سر بیماری از اون طلب ویزیت و پول ویزیت و اینا بگیره. لذا طب جزء حکمت بوده. الان وقتی ما میگیم طبیب اون دوارون به طبه، یعنی کار پیغمبرانه کردن، چون در وصف پیغمبر ختمی مرتبت گفته شده که طبیب اون دوارون به طبه، طبیب مشفقی بوده که خودش میرفته سراغ بیمار، اونقدر متواضعانه در میان مردم میگردیده و میچرخیده که مسخرش میکردن، میگفتن مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق و یاکل کما یاکل الناس. این دیگه چگونه پیغمبریه که مثل ماها میچرخه و میگرده و لباس پوشیده و اصلا مثل ماها میگه و میخنده و زندگی میکنه و حرف میزنه و میخوره. آقای امجد صدای شما قطع شد. عجب. صدای من عجب. از کجا صدای من قطع؟ من همینجوری نشستم دارم صحبت. از کجا؟ نه همین تازه داشتید از همین الان تازه. حالا من مقدمه رو تموم کنم که وقتی میگیم طبیب اون دوارون به طبه، خداوند میفهمه که وقتی مسخره میکنن پیغمبر رو، نمیدونم این چیکارو گفتم صدا اومد که این دیگه چگونه پیغمبری است، خدا میفهمه عالم کسرت حالا اختصار همه حرفا رو داره. ما این فرشته هم که مجرده در میان شما بفرستیم، این فرشته مثل شما در عالم کسرت اختصارات شما رو داره، همین مثل شما لباس میشه، مثل شما غذا میخوره، احتیاجاتش مثل احتیاجات شماست. بشر مثل کمه، یک بشری است ولو مجرده، فرشته مجرده ولو مجرده، ولی وقتی تو عالم کسرت میاد در میان شما اختزاعات شما رو داره. بشرا مثل کن، فقط فرشتم به من وحی میشه. پس این طبیبون دوارون به طبه اونقدر متواضعانه پیغمبر با بیمار برخورد میکرده که ائمه ما هم که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه که ما میدونید ما از طریق ائمه اثنا عشر به پیغمبر میرسیم. ایمنترین راه رسیدن به پیغمبر و به سنت پیغمبر و به اسوه بودن و مقتدا بودن پیغمبر در همه امور از باب امیرالمومنین و اولادشه. انا مدینه تولین و علیون بابها. خب امروز روحانیون که من قیدم زدم، روحانیون شیعه، وقتی ما میگیم روحانیون شیعه اینه کسانی که به سنت پیغمبر از طریق اهل بیت پیغمبر رسیدن که صحیح ترین و متقن ترین سنت و روایت از طریق اهل بیت به ما رسیده، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. این یک ضرب المثل حتی در زبان تازی، در زبان عربی همیشه اهل البیت نسبت به دیگرانی که اهل اون بیت نیستن داناترن، آگاهترن نسبت به چم و خم اون جزئیاتی که در بیت، در البیت حضور داره. اهل البیت ادرا به ما فی البیت. لذا در زمان امام صادق علیه السلام هم لقب امام صادق رو پیروان مذاهب دیگر اهل سنت به امام صادق گفتن، به جعفر ابن محمد گفتن جعفر ابن محمد صادق، گفتن هر روایتی جعفر ابن محمد از پیغمبر نقل میکنه او صادقه، اون روایت صحیحه. امام صادق میفرمود ان ابیه تا میرسید به امیرالمومنین تا میرسید به رسول الله. در محضر آقا دارم اینا رو عرض میکنم، هر جا خلافی عرض بکنم آقا تصحیح بفرما. خب اینه که امروز کسی روحانی است؟ عرض کردیم روحانی هم به لباس نیست، به معنویته، به اخلاقی بودنه، یعنی خودش یک زیست اخلاقی داره. انا آیه ملکی ها در نظر امجد یک انسان اخلاقیه، یک روحانیه. خب حالا وقتی شما هم مثل ایشون شدید مرجع رجوع مردم، حالا یا استاد هستید یا پدر خانواده هستید یا کارفرمایی هستید یا رئیس یک مؤسسه هستید، هرچی مردم به شما رجوع میکنن، برای مردم باید برای بیماری های روحیشون به یک انسان اخلاقی رجوع کنن، به یک اهل سیر و سلوک رجوع کنن، به یک اهل معنا رجوع کنن. خب این اهل معنا دیگه کیه؟ این اهل معنا خودش دیگه طبیب مشفقه. این لذت میبره که مریض رو پیدا کنه، این لذت میبره بره به خدمت، در خدمت مریض باشه. این دیگه نیاز به تبلیغات و چماق و گزمه و پاسبان هم نداره، نیاز به بودجه دولت و اینا هم نداره. اتوریته یک همچین انسان معنوی
باعث میشه چی؟ همونجور که بیمارانی میرن سراغ طبیب حاذق مشفقی که هیچ طمع و چشم داشتی نداره و فقط هدفش بهبود و بهداشت پیشنت خودشه، بیمار خودشه، مراجعه خودشه، مراجعه کننده به خودش، این انسان معنوی هم لذتش اینه که بره یه نفر یک زو احتیاجی رو پیدا کنه، برای او کلیدی در اختیار او بگذاره، راه حل در اختیار او بگذاره، کمک‌کار او بشه. این میشه طبیب مشفق، دوارون به طبه، و خودش هم باید بره سراغ بیمار، نشینه با تبلیغات دیگران میان سراغش، وظیفه خودش بدونه بره سراغ بیمار. همه کاراشو باید تعطیل کنه. اگر یک بیمار رو دید، همون یک طبیب چرا اون روز زندگی خودشو مختل میکرد، از این شهر میرفت به اون شهر، یه بیماری رو ببینه، ادرار این رو توی قاروره حتی مزه کنه، ببینه این بیماری چیه، مثل بوعلی. خب حالا امروز بالاخره دنیا دنیا تخصصی شده، بالاخره یکی آموزگاره، یکی پزشکه، یکی استاد دانشگاهه، یکی جامعه شناسی خونده، یکی فلسفه خونده، دنیا تخصصیه. الان لابراتوار یه چیز جداگونه از دکتر، مثل سابق نیست که طرف هم فیلسوف باشه هم طبیب. امروز وقتی داریم میگیم طبیب، از باب تعبیری میخوایم به کار بریم، همون گونه که یک طبیب، طبیب مشفق، هیچ گونه چشم داشته نداره، هیچ هدفی جز بهبود بیمار خودش نداره، جز خدمت به هم نوع نداره، یک روحانی کسی است که یک همچین حس و حالی داره و چون خودش اخلاقیه، این انسان اخلاقی مرجع انسان‌های دیگری میشه که گمشده‌های اخلاقی دارن، بیماری‌های اخلاقی دارن، و ما در اوج قله زهد و تقوا هم باشیم، همیشه نیاز به یک طبیب مشفق داریم، همیشه نیاز به یک پیغمبرگونه‌ای داریم که با اون مصاحبت داشته باشیم، با اون خصوصیت داشته باشیم، سری‌ترین مسائل خودمون با اون در میون بگذاریم و اون رو امین خودمون بدونیم، اون رو مشفق خودمون بدونیم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چه درد در بنده نبیند کرا دوا بکنم. وقتی همچی طبیبی شد، اون وقت من علم پیدا کردم به مرض خودم، اینجا میشم عالم دیگه، تقلید دیگه اینجا نیست. که بارها عرض کردم خدمت شما، تقلید رجوع عالم به عالمه، حتی نمیگم رجوع جاهل به عالم، چون من اون جاهل بسیط رو، یعنی کسی که به جهل خودش علم داره رو، من به اون نمیگم جاهل، به اون میگم عالم. جاهل به کسی میگم که خیال میکنه میدانه، خیال میکنه خودش همه چیز دانه، در مقابل عاقله. لذا کسی که میداند فلان مسئله رو نمیدونه، فلان راه حل رو نمیدونه، حالا میره سراغ آقای ملکیان مثلا، سراغ آقای امجد، سراغ یک انسان اخلاقی. این پیداست که رجوع عالمه، علم دارد به اینکه فلانی راه حل دستشه، و این علم دارد به اینکه این مشفقه، با این علم به جهل خودش و به مشفق بودن طرف و اعلم بودن طرف و عالم بودن طرف مراجعه میکنه، مثل مراجعه یک دوست به دوست، مراجعه یک همراه به همراه، هر دو میشن همراه دیگه. اینجا امام و امت یکی میشه. این نیست که مگیم طرف مثلا سرلشکر بالاتر از سرگرد، سرگرد بالاتر از نمیدونم سربازه. اینه توی عالم معنا همه اخوانن علی سرر متقابلین هستن، اصلا بالا پایین نداره. پیغمبر خدا گرد می نشست، دایره وار می نشست، کسی که غریبه وارد می شد نمی دونست این محمد ابن عبدالله، می گو محمد کدوم شما هستید؟ و حالا من می خوام ادعای روحانیت بکنم، هم لباسم می خواد متمایز باشه، هم صدر مجلس مال من باشه، هم احترامات فائقه توی جامعه داشته باشم، هم نمیدونم درجه اول محسوب بشم، هم تبلیغات مال من باشه، هم ارتش مال. این دیگه نیست، این کار پیامبرانه نیست. این میشه همون اسلام شاهی اموی که بنده بارها تکرار کردم و آقا هم پسندیدن. من این مقدمه رو عرض کردم تا جناب آقای پروین اون سوالاتی که داشتن، که بالاخره اشخاصی به ماها رجوع میکنن، این سوالاتو میکنن، امروز آیا ما مجاز هستیم اینا رو به این فقهای مرسوم زمان ارجاع بدیم؟ کرد بنده عرض کردم نه، ما اجازه نداریم یک کسی رو که به طبیب مشفقی مراجعه کرده، یا نباید طبیب، یا خودت رو نباید طبیب مشفق ببینی، یا اگر دیدید یه وظیفه رو دوشته. وقتی میدانی راه رو از چاه، اینجا حالا کسی به شما رجوع کرد، راه رو از چاه از شما خواست بشناسونی به اون، اونم با چشم آقای امجد. صداتون قطع شد همین الان. من نمیدونم، گاهی حتی یه مسیجی میاد اینجا میکروفون من قطع میشه، اینجوری میشه، نمیدونم چیه این، شاید هم توی برقه بخواد. یه دفعه یه مسیج میاد، بعد من میکروفون قطع
نمیدونم چی. تو گوشیتون رو سایلنت هست، شاید تو سایلنت باشه این اتفاق کمتر بیفته. گوشی تلفن ها؟ آره دیگه، این الان با گوشی تلفن روی کلاب هاوس هستید درسته؟ نه من با آیپد هستم. آها خب است. بله. نه اشخاصی الان ملاحظه کنیم مثلا میان الان اسامی میاد بالا بعد مثل که میکروفون قطع میشه وقتی میان، گاهی وقتا اینجوری. حالا من دیگه تموم کنم. ما کسی به ما رجوع کرد، اگر ما روحانی هستیم، اگر اهل معنا هستیم، اگر میدونیم راه رو از چاه، یا میشناسیم کسی رو، حداقلش اینه که میتوانیم یک طبیب مشفقی رو پیدا کنیم. طرف به ما رجوع کرد میگه آقا من این بیماری روحی رو دارم، به کی مراجعه کنم؟ منو باید یک طبیب مشفق ارجاع بدم، یا خودم طبیب مشفق باشم، یا دستم در دست یک طبیب مشفق باشه. این میشه کار پیامبران کردن. من دیگه تموم کنم، دوستان شروع کنن که آقا هم اینجا هست در محضر آقا این مباحثات داشته باشین، انشاءالله آثار و برکات بکی خواهد داشت. خیلی ممنون، متشکر. انشاءالله آقای پروین صدای منو دارید؟ بله میشنویم از شما. من سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا، استاد امجد، سرکار خانم ابراهیمی، آقای صابری، آقای دکتر هاشمی و همه عزیزانی که خدمتشون هست. سلام، درود ارادتمندم حاج آقا. عرض کنم که خب اون متن آقای ملکیان خونده شد در ابتدای جلسه و حسن مطلعی بود و با توضیحات جناب استاد امجد هم بحث پیدا کرد و ملاحظاتش پیوند خورد با مسئله خودمون. البته من یه نکته می‌خواستم عرض بکنم جهت تکمیل اون مطلبی که از آقای ملکیان، یعنی مسئله‌ای که در اون یادداشت مطرح شده بود، که فکر می‌کنم طرحش و ترویجش خیلی در جامعه امروز ما مهمه. و بعد اگر اشکال نداره البته، و بعد این نکته کوتاه به سراغ مسئله اصلیمون بریم که از خدمت جناب استاد امجد استفاده کنیم و اون دغدغه‌ای هستش که مسلمان امروز که تعلق و خاطری به اسلام دارد و نمیدونه که در اعمال روزانش آیا باید تناسبی با توصیه های عملی یعنی فقهی اسلام برقرار بکنه یا نه، و اگر باید بکنه این معیارها رو از کجا بگیر، از فردی که به عنوان متخصص فقه یا فقیه معرفی میشه با هزاران موانعی که در راه تخصص او و مرجعیت او در دنیای امروز وجود داره، یا اگر او نباید رجوع کنه، خب این تناسب عملیش با در واقع توصیه های عملی اسلام رو چطور باید تنظیم بکنه، خب و خودش اگه متخصص نیست چطور، اگه متخصصه چطور، و اینها. اگر اشکال نداره با اجازه از استاد امجد من اول این نکته رو عرض بکنم در ادامه متن استاد ملکیان و بعد سراغ این مسئله بریم و از خدمتشون استفاده کنیم. من طرح سوالی بکنم در این. اون نکته که می‌خواستم عرض کنم اینه که یه مسئله‌ای که امروز در وادی تعلیم و تربیت، یعنی فلسفه تعلیم و تربیت بهش رسیدند و اون رو توسعه دادن در رشته‌های مختلف، و امروز معیار بسیاری از زمینه‌های خدمات انسانی شد، از تربیت کودک بگیریم، از نظام آموزش پرورش مدرسه بگیریم، نظام آموزش عالی دانشگاه بگیریم، حتی در مشاوره، حتی در روانشناسی و شاخه های دیگر. و اون اینه که امروز گفته میشه که اگر کسی مرجعیتی داره و دیگرانی به او رجوع میکنن تا راهنمایی یا خدماتی غیر فیزیکی از او بگیرن، خب یه افرادی اصلا خدمات فیزیکی ارائه میکنن، اون خب طبیعتاً بحثش خارج از این بحث الان هست، اما نه، خدمات غیر فیزیکی، یعنی خدمات فکری، خدمات در واقع اخلاقی انسانی راهنمایی بگیرن. خب
نظام آموزشی سنتی نگاهش این بوده که ما آموزه ها باید در قالب الفاظ و جملات از زبان راهنما خارج بشه و اون مخاطب هم اینها رو بشنوه. یعنی فرایند و روشی که تصویر و ترسیم شده بوده برای این فرایند راهنمایی عموما این بوده. اونی که به عنوان یک روش پذیرفته شده وسیع در نظامات آموزشی رو عرض میکنم، ولی همیشه مربیانی خصوصا در جرگه عرفا بودند که اونها خودشون خلاقیت هایی در تربیت و راهنمایی و یا به اصطلاح مشفقیت نسبت به هم نوع داشتن. اون خلاقیت اونها و شیوه های خیلی جالب و ناب اونها که در برحال وصف حالشون نقل شده یا خودمون از بزرگانی شنیدیم یا دیدیم، اون بزرگواران رو استثنا کنیم، اون چه که جاری بوده همیشه در سنت بشری این بوده دیگه که یه نفر بره اونجا مونولوگ کنه، آموزه ها رو هی بگه، حالا در قالب مشاوره، در قالب نمیدونم روحانیه، در قالب معلمه، و بعد اون مخاطب اینها رو بشنوه. اوی این ذهنش یک در واقع مخزن یا هارد کامپیوتری که پره، اونم ذهنش یه هارد یا فلش خالیه و قرار اطلاعاتی از این ذهن به اون ذهن کپی پیست بشه. آقای پردیش بفهم صدای شما قطع و وصل شد، فقط خواستم ببینم از نوکمن یا مشکلت. من نمیدونم، ادامه بدید. اگر من ادامه بدم یک کمی، اگر صدام قطع و وصل میشد بفهم. بعد میخوام بگم حالا اون دستاورد جدیدی که در وادی تعلیم و تربیت امروز وجود داره اینه که ما اساسا اون فرد کمک کننده و مشفق، یعنی به نوعی بازگشت به سقراط گویی، اون فرد مشفق و کمک کننده قرار هست که تسهیلگر باشه. این کلمه‌ای که به کار میره، حالا کلمه معادلی هم در این وادی ها توی فضای همین کلاب و مجازی و اینا هم باب شده، میگن کوچ. تسهیلگر خیلی فرق داره با معلم، برای اینکه اون نمیخواد انتقال اطلاعات بکنه و در واقع او میخواد کمک بکنه که اون مخاطب خودش مسیری را طی بکنه، فقط برای اینکه اون مسیر رو سالمتر و سریعتر و پرثمرتر طی کنه با او همراهی میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه این مسیر رو قبلا خودش رفته. دقیقا مثل راهنمای کوه، راهنمای کوه اون فرد برتری خاصی بر اون کسی که تازه اولین بار میخواد بره نداره که در انگیزه، در علاقه، در آتش. فقط اینه که او این مسیر کوه چند بار بیشتر رفته، این اولین بار میخواد بره و اون اینو کمک کنه. و این کاریه که سقراط میکرده واقعا، یعنی به جای اینکه بخواد انتقال اطلاعات بکنه، کاری که میکرده این بوده که سعی میکرده او رو با یک گفتگو کاری کنه که او خودش به اون معنایی که باید برسه. و یکی از نکات جالبی هم که تو کار سقراط هست و امروز اینها هم همینو انجام میدن این است که وجه سلبیشون بیشتر از ایجابیشونه. یعنی به جای اینکه هی به مخاطبشون گزاره‌های ایجابی بدن، او رو کمک میکنن موانع رو برطرف کنه. و وقتی موانع برطرف بشه، طبیعتاً خودش به اون حقیقتی یا معنایی که میخواد میرسه. یعنی رفع موانع بیشتر مد نظر بوده. برای همین او مثلا سقراط میدیده که مانع در مخاطبش اینه که نمیدونه که نمیدونه، یعنی جهل مرکب داره. او به جای اینکه بیاد گزاره به او بده، در دیالوگ سعی میکرد او رو به اینجا برسونه که اون بفهمه که نمیدونه، یعنی این مانع رو از جلوش برداره. و وقتی مانع برداشته بشه، خیلی از مسیر اون وقت خودش میتونه طی بکنه. و این جایگزینی تسهیلگر به جای معلم، همقدمی برای اینکه اون فرد خودش به معنا برسه، به جای اینکه ما بخوایم معنا رو در قالب چند تا جمله به ذهن دیگری کپی پیست کنیم، منتقل کنیم. این اتفاقیه که در بسیاری از کشورهای غربی الان در مهدای کودکشون، در مدارسشون، دانشگاهاشون و حتی مشاوره هاشون داره میفته و ما خیلی به این نیاز داریم. یه مقاومت عجیبی هم سیستم های مدیریتی کشور ما نسبت به این قضیه داره، هم خود مردم. این عجیبه،
حتی مثلا مدارسی خودشون با انگیزه خودشون میخوان این سیستم رو پیاده بکنن، پدر و مادرها نگران میشن یا خود بچه‌ها مقاومت میکنن که نه مثلا بذاریم ما اومدیم اینجا مطلب یاد بگیریم، نه اومدیم که مثلا ما هم حرف بزنیم. یعنی اصلا روحیه و پیش فرض ما ایرانی‌ها انگار این شده که حتی اعتماد به نفس اینو در خودمون نمی‌بینیم که ما هم مشارکت در رشد خودمون داشته باشیم. یعنی گویی مثلا ما فقط این مصرف کننده متأثر محضیم، قرار بشینیم دیگری هی ما رو راه ببره. این یه نکته بود فقط توی پرانتز خواستم عرض بکنم، چون خیلی خیلی فکر میکنم بیانش و ترویجش مفیده و ما همین رو حتی در سیره بسیاری از بزرگان از فلاسفه عرفا و خود اهل بیت هم میبینیم که با سوال یا با یک در واقع تلنگر او را تنبه میدادند که خودش مطلب رو بیابه، نه اینکه لزوما همیشه بخوان انتقال اطلاعات بکنن. البته انتقال اطلاعات هم یه کار خوبیه، در جای خودش مفیده ها، نه اینکه اون رو بخوایم حذف بکنیم. اما این روش تربیتی امروز لااقل در دنیای ما خیلی بیشتر مفیده تا اینکه صرفا انتقال اطلاعات باشه. خواستم اینو زمینه بکنم که اون تیتری هم که داریم که طبیب مشفق و دوار به طبه، در واقع یکی از خصلت‌هاش هم میتونه همین باشه که از اون جایگاه رفیع مونولوگ معلمی انتقال اطلاعات که ما تصور میکنیم باید داشته باشه، یا تو بعضی از در واقع کتاب‌ها راجع به خیلی از بزرگان مثلا اینجوری تصویر شده، ببینیم که نه، میتونه اینجوری هم باشه، یک رفیقی باشه که در بیان استاد امجد هم بود، یک رفیق و همقدمی باشه که فقط تجربهش بیشتره و از اون تجربهش کمک میکنه تا او خودش مسیر رو بره. این خب چقدر بهتره تا اینکه صرفا انتقال اطلاعات بشه. اما از این در واقع با اجازهتون عبور کنم و اون سوالم رو مطرح کنم که از خدمت جناب استاد امجد استفاده کنم. و اون سوال اینه که یکی از مسائل، چون من اینجا خوبه یه یادآوریم بکنم که به هر حال سوابق نظری و عملی جناب استاد امجد در مسئله دنیای امروز و مسئله دینداری در واقع شاید جز معدود کسانی باشند در کشور ما که تقریبا بیشتر سوابق فعالیت‌های علمی و عملیشون بر محور همین مسئله بوده. یعنی از آثار مکتوبی که ازشون هست، ترجمه بسیار خوبی که در کتاب عصری سازی، در واقع اسم کتاب رو الاس فراموش کردم، بله استاد خاطرتون هست لطف کنین اسم کتاب رو من بگین، من فراموش کردم. اندیشه دینی از عبدالمجید شرف. اندیشه دینی، بله بله، این کلمه اندیشه یادم افتاد. عصری سازی اندیشه دینی در دنیای امروز یا عصر امروز، که حالا اون کتاب رو امیدوارم یک جلسه اینجا بتونیم مفصل‌تر معرفی بکنیم و خیلی نکات جالبی داره از یک نویسنده اگر درست دادم باشه تونسی، که اصلا او هم دغدغش همین بوده و دو کتاب دیگه هم در همین زمینه داره. و میخوام بگم خب ایشون تمام فعالیت‌هاشون، حتی اون مجموعه‌ای که در قم داشتن سالها در قم، اصلا اساسش همین بوده که آقا در واقع بیاییم موضعمون رو نسبت به چیزی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین بکنیم و حد خودمون رو در دنیای امروز تعیین بکنیم، که ما که میگیم یعنی مثلا متولیان دین یا حوزه علمیه، که آقا در دنیای امروز ما چه نسبتی با در واقع نظام و ساختار دنیای امروز داریم، و مثلا یه چیزی به نام اعلامیه حقوق بشر رو که نمیشه با یه دونه اعلامیه در مقابلش مثلا برای خودمون و چهار تا مثل خودمون پروندهشو ببندیم بذاریم کنار. خب میخوام بگم، چون در واقع میخوام بگم اگر یک فرد در اطراف لااقل بنده که میشناسم شایسته این پرسش باشند، ایشونه. و اون ببینین مسئله اون وقت اینه که خب افرادی هستند، یا بلکه بسیاری افرادی در جامعه ما، که اینها بالاخره بنمایه مذهبی دارن و به معنای مسلمان و دیندارن،
به چه معنایی مسلمان و دین دارن؟ به این معنا که خب به خاطر خانوادهشون، پدر مادرشون به طور شناسنامه‌ای مسلمان بودن، بعد از یه جایی به بعد که به بلوغ فکری رسیدن، بالاخره به فکر افتادن که اصلا این دین خوبه، بعد چطور رفتن یه تحقیقاتی کردن، یه مطالعاتی کردن، یه ذره قرآن خوندن، چهار تا کتاب خوندن مثلا از اسلام شناسان و اینها، اجمالا از ادیان دیگه هم اطلاعاتی کم و بیش پیدا کردن، بعد در مجموع دیدن دین خوبیه، به هر حال براشون مفیده، به اونها کمک میکنه که زیست بهتری داشته باشن، به این رسیدن. خب از حیث اخلاقی و از حیث جهان بینی، اما مدام با این دین از جهت دستورهای عملی در چالش هم. و به هر حال این دین، حالا همین قرآن 6600 خورده آیه که هست، با لحاظ تکرار 500 تا حدودن آیه آیات الاحکامه، بدون تکرار حدود 300 تا آیاتی هستن که باید و نبایدن برای عمل تعیین تکرار در موضوعاتی که حالا بخششون عبادیه، بعضیشون هم مسئله اجتماعی. خب ببینیم با این بخش از دین که البته خیلی هم نیست دا، اگه قرآن رو لحاظ بکنیم کمتر از 1/12 قرآن، ولی به هر حال هست دیگه، بعدن هم که در طول تاریخ اسلام این تبدیل به یک دستگاه عرض کنم که عریض و طویل فقهی شده و فقها و بعد مرجعیت تقلید و فلان، بالاخره یه تشکیلات بزرگ پیدا کرده، بعدم که کار به جای رسیده که امروز اساساً دین رو مساوی با همین دیگهش قرار میدن، یعنی گویی اخلاق و جهانبینی اسلامی حاشیه است بر در واقع فقه. اما حالا این فرق که تعلق خاطر دارد به اسلام، اسلام را باور دارد بر اساس همون حالا کم یا زیاد تحقیقی که کرده، فکری کرده، اما با این بخش دین در چالشه. خب و بعد جدا از این که در زیست امروزش در چالش با این دستورها، اصلا در واقع اعتبارشون هم شک داره. این اصلا معتقده که آقا ما از کجا بدونیم این مثلا 300 تا 500 تا آیت الاحکام اساسا اولا که برای همه زمان ها و مکان ها همشون هستن، این یک. دو این که آیا اینها مولوی هستن یا ارشادی، یعنی مثلا خدا خواسته بگه آقا این راه من توصیه میکنم، یا یعنی اینکه نه الا و لابد این باید مثلا انجام بشه. سه، خب اینا که خیلی کوتاهن، بعد واسه اینکه ما بتونیم اینها رو بیاریم روی موضوع سوار بکنیم، نیاز به این هست که جزئی تر بشه. اون وقت با چی جزئی ترش کردن؟ با احادیث. بعد وارد وادی احادیث که میشیم، خب یه وادی توش تحریف هست، فلان هست، بعد زبان ها هم که عربی، خود اون تخصص زبان عربی میخواد، بعد خیلی ملاحظات داره، نمیدونم تقیه بوده، فلان بوده، خب بعد این میشه حالت تخصصی، بعد میبینه خودش که تخصص نداره. حالا اینجا چیکار باید بکنه؟ یا باید کلا بخش باید و نباید و عملی دین رو بذاره کنار، بگه من از همون توصیه های اخلاقی و جهان بینی دین استفاده کنم، یا باید بخواد عمل بکنه، یا بر اساس اون فهم نصف و ناقص خودش بخواد عمل کنه که چالش داره، یا باید مراجعه به کسی بکنه که مدعی است من متخصص این بخش از دینم به نام فقیه. خب و این اصلا اولا فقیه قبول نداره به معنای در واقع فرد متخصص، به خاطر اینکه در دنیای امروز میبینه که اصلا گویی اصلا تو این دنیا زندگی نمی کنند واقعا. و بعد دومش این هستش که اصلا اینها باید مرجع رجوع مردم برای اعمال باشن، و بعد این همه مشکلاتی که در جهان اسلام در مسئله اجتماعی و این چالش ها هست، به هر حال این مسئله ماست، یعنی چالش های یک فرد باورمند و علاقمند به اسلام که فقط با قسمت دستورات عملی اسلام چالش داره، و گویی راهی هم به جز رجوع به مثلا اگه بخواد عمل کنه باید به فقها رجوع بکنه، اگرم نخواد عمل بکنه که دیگران بهش میگن که خب تو بیدین شدی، اصلا چه مسلمونیه که تو بخوای مثلا این دستورات انجام ندی. این سوالی که حالا امیدوارم از مطالب استاد امجد استفاده بکنیم و ببینیم که این چالش رو چجوری میتونیم پیش ببریم. ببخشید که طولانی شد کرد. خیلی ممنون و متشکر از بیان شیوا و صریحتون و سوالات دقیق و شفافتون. آقای امجد میشنویم از شما. اگر موافق باشید سوالات دیگه هم اگر مطرح هست چون در محضر آقا استفاده کنیم، من ممکنه دچار اطناب در کلام بشم بعد وقت جلسه گرفته بشه، اگر سوالات دیگران مطرح بفهمان تو همین مسائلی که جناب آقای پروین اشاره فرمودن، تا بنده در محضر آقا هر جمعه خودشون جواب بدن بنده استفاده کنم.
دوستانی که در این زمینه سوال دارن میتونن تشریف بیارن سوالاتشون رو بپرسن یا برای من بفرستن و من سوال کنم. خلاص ما در خدمتتون هستیم در این زمینه و پرسش هایی که آقای پروین فرمودن. آقای امجد، من پیشنهاد میکنم که شروع کنید تا دوستان اگر سوالی داشتن بر اعلام کنن و یا من میارمشون بالا و اینجا در خدمتشون باشیم، چون الان فعلا کسی نه. خب سلام و ادب. سلام علیکم، وقت شما بخیر. هم خدمت حاج آقا و هم خدمت آقای امجد محمد آقا و هم عزیزانم سلام عرض ادب دارم. چون حاج آقا هم فرمودن، من خواستم همین اول جلسه سوالم رو بگم که انشاءالله تو طول جلسه اگر نیاز بود و اگر مرتبط با بحث بود به اصطلاح بهش پرداخته بشه. اجازه میفرمایید من سوالم کوتاه عرض کنم؟ بله میشنویم. خواهش میکنم. عرض شد که البته محمد آقا توضیح مفصل فرمودن که به هر صورت روحانی که از نگاه ایشون معرفی شده اینجا الزاماً ملبسین به ابا و عمامه نیست و هر مقام معنوی هر کسی که در واقع برای معنویت کمک میکنه شاید خطاب این گفتگو باشه. من قبل از اینکه وارد جلسه بشم خواستم این مطلب رو عرض بکنم، شاید هم جا داشته باشه اینجا بهش پرداخته بشه که اگر ما بخواهیم واقعا جنس روحانیون امروز رو، حتی نه امروز بلکه اصلا روحانیان شیعه رو، من حالا اختصاصا به تشیع عرض میکنم، فقها رو بخواهیم الگویی برای در واقع مرجعیت به نامیم، با یک اشکال و چالش بزرگی من مدت هاست ذهنم درگیر هست و اون هستش که اگر که اینها و این طبقه از روحانیت، حالا ما با ارادتی که به بسیاری از اینها داریم، به خصوص خدا آقای امجد که خب سال این سال ارادت داشتیم و داریم کماکان، اما این چالش مطرح هستش که یکی از آموزه‌های اخلاقی پیغمبر در واقع در زمان خودشون این بود که تمایزی بین خودشون و جامعه نداشتن. ما مکرر شنیدیم و خواندیم که در تاریخ یکی از امتیازات پیغمبر، یکی از چیزهایی که به الگوی اخلاقی معرفی میکنن، ایشون وقتی وارد به جلسه میشدن یا نشسته بودن در کنار مردم، احدی متوجه نمیشد که پیغمبر کدوم از این است، چون نه به لحاظ فیزیکی در جایی مینشستن که شاخص باشن و نه به لحاظ لباس و به لحاظ نوع پوشششون متفاوت با بقیه بودن. من میخوام عرض کنم یک چالش ذهنی بزرگی برای من سالها بوده و هست که چرا جنس روحانیت حداقل به لحاظ ظاهری خودش رو از مردم جدا کرده، یعنی خودش رو متفاوت از مردم زمان خودش کرده. آیا این نمیتونه چالش ایجاد بکنه که به هر حال هر چقدر هم که به لحاظ معنویتی وجود داشته باشه، این سوال بزرگ جلوی چشم ما هست که به هر صورت این جنس متمایزی از مردم عادی هستم. اگر که صلاح بود والا توی این زمینه من هم خواستم استفاده ببرم و حاج آقا محمد آقای عزیز بودگوانم کوتاه هم به این سوال من هم بتونن جواب بدن، من میشم متشکرم. ببخشید وقتی گرفتم. خواهش میکنم. ممنون و سپاسگزار. آقای امجد میشنویم از شما. بله، عرض کنم که خدمت مهندس بیات عزیز و آقای دکتر پروین و همه دوستان، میخوام خیلی چکیده‌وار برگردم دوباره به همون حسن مطلع بحث امروز ما که از جناب ملکیان دو چیز رو به لحاظ اخلاقی فرمودن، ضرورت زندگی اخلاقی ماست یا زندگی معنوی ماست، یکی صداقت یکی جدیت. و تیتر بحث هم این بود که روحانی بایستی پیامبرانه عمل کنه. روحانی هم که عرض کردیم نه به عنوان لقبی که اشخاص روی یک صنف خاصی با لباس خاصی اینا میگذارن، روحانی هر کسی که اهل معنا باشه، زندگی اخلاقی داشته باشه. و این دو ممیزه ای که جناب ملکیان
مطرح کردن و حضرت های امجدم خیلی مبتهج شدن و با استقبال ایشون مواجه شد. زندگی اخلاقی ما دو تا ضرورت و رکن داره که جناب آقای ملکی هم مطرح کردن: صداقت و جدیت. و ایشان گفتن که ما با این دو صفت صداقت و جدیت دو تا ابزارم بیشتر نداریم برای اون زندگی اصیل و اخلاقی و معنوی خودمون. ببینید بارها شما توی صحبت‌های امجد شد به جز خیشتن رهبر نداری، به جز خیشتن رهزن نداری. ایشون داره میفهمه وفاداری به فهم خود، این خود رو هم یک خود اصیل میدونه ایشون. یعنی کسی که زندگی اصیل داره، زندگی اصیل یعنی حتی تعبد نداره نسبت به کسی، حتی نسبت به اکثریت میلیاردی، و واهمه هم از ادبار اکثریت میلیاردی هم نداره، از اقبال هم خیلی همچین شادکام نمیشه، اصلا دنبال اقبال هم نیست، پشیزی برای اقبال و ادبار عالم قائل نیست یک انسان معنوی و اخلاقی، چون فردیت خودش و اصالت خودش به جز خیشتن رهبر نداری، به جز خیشتن رهزن نداری. محمد ابن عبدالله اگر مأموریت پیدا نمی‌کرد بیاد در میان قوم خودش، و پیغمبران هم اینجور همون در خلوت خودشون با خدای خودشون با معشوق خودشون در حال راز و نیاز بودن، عشق بازی بودن. اون رو هم وقتی میان سراغ قوم، به عشق حضرت معشوق میان سراغ قوم، به فرمان حضرت معشوق میان سراغ قوم، دنبال نتیجه هم نیستن. ببینید وقتی به فرهاد کوهگن گفتن که برای که به شیرین برسی تو باید این کوه بیستون رو بکنی تا برسی به قصر شیرین، آقا ظاهرا در محضر علامه طباطبایی همچین بحثی مطرح شده که آخه مثلا این جنونه، عشق چیه این که آدم بالاخره با تیشه کوه رو بتراشه؟ همش هم سنگ. آقا میفرماد بیستون همش سنگه، سه تا کوه در دنیا همه سنگه. خب بعد میگه که خب به فرهاد مثلا میپرسن تمثیل دیگه، داستان اینه، اینا عرفای ما از این داستانهای عشق مجازی استفادهای خیلی شایانی برای اون عشقهای معنوی و زوال ناپذیر بردن ابدی و تعلیم دادن به ما که خب ببینید این کسی با تیشه میخواد این همه کوه بتراشه به شیرین برسه، میگه آقا میگه ازش میپرسن دیوانه میگه این چه اصلا عمرت کفاف میده به این؟ میگه معشوق از من خواسته. اون در هر تیشه ای که میزنه عین وصله براش. بذارین طبیب مشفق در هر همراهی با یک بیمار یا یک مراجعه، چه این مراجعه بیاش بگه انت بقر، یکی دیگه میگه امام باقر علیه السلام، طرف رجوع کرده آمده به امام باقر میگه انت بقر، مراجعه دیگه، ارباب رجوعه. و این به پاسبان سر کوچه جرئت نمیکنه بگه انت بقر، چون از گرز اون پاسبان میترسه، از دستبند اون پاسبان میترسه، از زندان اون پاسبان میترسه. به کسی میگه انت بقر که طبیب مشفقه، خیرهو معمول شرهو معمول، طبیب مشفق اینه دیگه، همیشه ازش شما توقع خیر داری، حتی جز درونی ترین اندرونی ترین اسرار زندگی خودتو وقتی با طبیب مشفق در میون میگذاری توقع شر اصلا توی ذهنت نمیاد که مبادا یک روزی این اسرار من علیه من یک جایی به کار رفته بشه، گرفته بشه. از این طبیب مشفق شما خیر طلب داری، خیر امید داری، جز خیر هیچی از این ساطع نیست، اصلا شری نداره که بخواد به من برسه، میشه طبیب مشفق. حالا این طبیب مشفق در همین ملاقاتش با کسی که به او میگه بقر، یا اون کسی که شکمبه شتر رو میریزه روی سر یا خاکستر میریزه رو سر پیغمبر، بعد در بستر بیماری میفته حضرت میره عیادت، شما اینا ببینید افسانه نیست ها، یه ما اینا رو های خوندیم و های شنیدیم ولی اصلا یک لحظه مکس نکردیم آخه ببینید یه ذره همزاد پنداری کنیم. آقا چجور میشه مثلا من برادر صلبی خودم به من آب دهان بندازه یا من میگه بقر یا شکمبه شتر بریزه رو سر من، حالا بیمار بشه برم عیادتش؟ اصلا ببینید من با پیغمبر خدا خودم دارم عرض می‌کنم، منو بخوام همزاد پنداری، اصلا ببینم انگار که نه اسطوره نیست، این در عالم رخ داده، ممتنع نیست این حالت.
عفت یوسف ممتنع نیست، رخ داده. اینه که عفت یوسف برای ما حجته. نمیتونم بگم من نمیتونستم اینجا عفت بورزم، تمام راه به من بسته بوده. ببینید مردان خدا اینجوری هستند، پیامبر گونه ها این گونه هستند، اخلاق پیامبران هم اینه. عرض کردیم مهمترین صفت انبیا چی بوده؟ خودشونو اذل خلق میدونستن، یعنی بندگان عاشقی بودن که عاشق حضرت معشوق بودن. معشوق میگه این تیشه رو بگیر دستت، این صخره رو بتراش برای وصال به معشوق. اون در هر تیشه‌ای که میزنه وصل به معشوقه، وصال براش حاصله. عبادتش اینه. اونجا که پیغمبر خدا شکم بهش و طور روز سرش خالی میشه، عبادت داره میکنه، وصل پیدا میکنه با حضرت معشوق. اونجا هم که میره عیادت این، وصل پیدا میکنه با حضرت معشوق. پس ملاحظه میکنید مثلا شما حتی از پیغمبر خدا آمده که آقا سائل رو رد نکنید. سائل کسیست که میاد از شما درخواستی میکنه، حاجتی داره. مثلا آقا ماشین تو به من بده، من میخوام مثلا یه مسافرتی برم با خانواده‌ام مثلا چیز کنم. آقا پولی توی خونت داری من الان بده، من الان رفع نیاز بشه واسم. مثلا این کارو میتونی بکنی، سفارش فلان بیمار منو به فلان بیمارستان بکنی، مثلا از من پول نگیر. اونش سائل دیگه، درخواستی داره. از پیغمبر خدا نقل شده که سائل رسول و رحمانه. الله اکبر از این تعبیر. بیان نمیگه رسول و رحمان میگه. میدونید که عرب مشرک هم خدا رو به رحمانیت میشناختن، عبادت رحمان هم میکردن. رحمان کسی است که پر رحمتش بر همه هستی سایه گسترانده، همه هستی بدون استثناء میشه رحمان. رضا مشرکین هم حضرت رحمان رو میپرستیدن، اون حقیقتی که همش رحمته و همه هستی زیر پر رحمتشه. حالا پیغمبر خدا میفهمان که نمیگه رسول الله، چون الله یه عنوان خاص میشه برای جامعه همه این صفات. میفهمان رسول و رحمان، اون چیزی که حتی مشرک هم داره میفهمه. حضرت رحمان این رو فرستاده سمت توها، فرستاده حضرت رحمانه. یعنی چی؟ یعنی حضرت رحمان. شما همه پادشاهی، حالا ما به مثاله زمینی میخوایم بزنیم در معذر آقا، یه پادشاهی حالا خوشنامم باشه، عدالت گسترم باشه، محبوبم باشه، الان بفرسته یه کسی رو سراغ یکی از مثل بنده، بفرسته سراغ من، میگه آقا این صاحب این نامه رو، صاحب این ورقه رو اکرامش بکن، بهش انقدر مال ببخش، مثلا ماشین تو بهش قرض بده. من چه لذتی میبرم از این کار؟ میگم آقا پادشاه اینو فرستاده، یعنی من وقتی دارم این کار رو واسه این انجام میدم، انگار برای این پادشاه معدلت گستر مهربان دارم این کار رو میکنم، به اون دارم میدم. یا اصلا فرض کن حالا پادشاه رو به کار نبریم، آیا امجدی رو که شما میشناسید، یه کسی رو به نظر میدونم که شما همتون هم همینجوری هستید نسبت به آقای امجد، آقای امجد یه نفری رو بفرسته سمت شما بگه آقا حامل این ورقه، ورقه رو باز کن، هر چی خواسته داره به این حامل این ورقه بده. من یقین، من تمام شمایی که الان اینجا دارم میبینم و میشناسم و دور و بر حاج آقا هستید، همتون لذت میبرید از اینکه این کارو انجام بدید، چون احساس دارید میکنید برای آقای امجد دارید این کارو میکنید. اصلا کار ندارید این دینش چیه، ایمانش چیه، مذکر مؤنث یهودی مسلمان کافر آتئیست کیه. میگه آقا حامل این ورقه این رسول منه، فرستاده منه، این آمد نزد شما، هر چی خواست به این بدید، به من دادید. خدا در مورد قرض هم داره اینو میگه، قرضی که داره میگه شما وقتی انفاق میکنید اینقدر ثواب داره. آقا انفاق چند تا ثواب داره؟ 10 تا. قرض 16 تا. حالا در تفسیر این در تفسیر این قرض گفته شده، اولا تقرض الله قرض الحسنه، میدونید ما تو این 42 سال صندوق قرض الحسنه زیاد داشتیم، ولی یک قرض الحسنه انجام ندادیم. قرض الحسنه چی؟ اولا میدونید غلط قرض الحسنه، شما همین لبنان صندوق داره قرض الحسن، ان تقرض الله قرض الحسنه، این توی فارسی به غلط میگن قرض الحسنه. من توی لبنان تابلو رو دیدم، قرض الحسن، مؤسسه قرض الحسن، چون هم مثلا قرض الحسن های ماست، بالاخره حالا یه ذره بهتر از ما، ولی ما یک دونه تا حالا قرض الحسن قرآن رو انجام ندادیم تو زندگیمون. قرض چیه؟ آها قرض اینه که برادر مؤمن شما میاد
یک همنوع شما میاد، یک زوجاتی میاد از شما قرض میخواد. ببینید یه موقع سائل طرف اون رسول الرحمنه، سائل ذل مسئلت گرفتار شده، سوال وقتی میکنه این سوال طرف دوچار ذل مسئلت شده به یک معنی که سوال درخواست میکنه از شما، ولی طرف وقتی میاد قرض میکنه از شما این به ذل مسئلت مبتلا نشده، این اومده از شما چیزی رو داره قرض میگیره که نیتش اینه که اندل قدرت و استطاع هر لحظه، ولی یک آن دیگه رفع نیاز شد، دستش باز شد، چه یک آن دیگه، چه صد سال دیگه، چه بعدش این قرض رو به ارث بگذاره و راست این قرض رو بپردازه. به این که خجالت نده بازم نگذاری سوال کنه، بده بگید پیدا کنین که کی احتیاج ده. ببین آقا الان چی میگه، الان یه پله بالاتر هم آقا داره میفهمون، میفهمون قرض الحسن اینه که ببینید کی احتیاج داره قبل اینکه سوال کنه از شما، شما خودت داری پیشنهاد دهنده باشی ابتدا به ساکن برای قرض. حالا چرا قرض رو گفتن اجرش بیشتر از انفاقه؟ شما به سائل انفاق میکنی، خدا میگه، پیغمبر خدا میگه تو به فرستاده حضرت رحمان دادی، هرچی دادی به او. حالا قرض داریم که ان تقرض الله قرضا حسنا، شما به خدا قرض دادی قرض حسن. ببینید ما آقا میفهمد که حتی برای اینکه دچار ذل مسئلت نشه، شما برو پیدا کن کسی رو که نیاز داره، خودت برو پیشنهاد دهنده قرض باش، چون قرض عزت مؤمن حفظ شده توش، عزت انسان توش حفظ شده، طرف نیت داره به شما پس بده، طرف یک سائلی نیست که به ذل مسئلت گرفتار باشه و شما به او انفاق کرده باشی، نیت داره به شما پس بده. خدا میگه تو به این قرض نمیدی که از اون پس بگیری، تو به من داری قرض میدی، من 18 برابر به تو پاداش میدم. مال خودش رو به خودش داریم قرض میدیم، مال الله رو، بعد 18 برابر به من چیه پاداش میده، بیشتر از انفاق. چرا؟ میفهمه چون در انفاق مفسرین گفتن در انفاق اون سائل به ذل مسئلت گرفتار شده، ولی در اینجا، اینجا ذلی در کار نیست، اینه که خداوند میگه به جای اینکه انفاق بکنی برو پیدا کن کسی رو، زوحاجت رو، قبل از اینکه او سوال کنه تو به او قرض بده، به او هم نمیده که از او بخوای پس بگیری ها، اصلا شما نیت پس گرفتن نداری از او. اون مؤمن کسی است که از شما وقتی که میگیره نیت داره به شما پس بده، ولی شما نیت پس گرفتن از او نداری، شما داری به خدا قرض میدی، از خدا داری پاداش میگیری 18 برابر، 18 برابر اونی که دادی. حالا اینجا 18 هم کسرت ها، خدا که خزینش که به 18 برابر و 180 برابر و 1 میلیارد و 800 برابر، خدا خزینش بی انتهاست، لاینفده، هر چی بهت بده خدا خودش کم میدونه این رو. خب حالا من امام صادق علیه السلام، من اینجا بخوام برم یه ذره مباحث بریم اینجا، آقا نبینیم، اولا به شما بگم جناب آقای پروین، جناب آقای مهندس بیات، ما امروز روحانی نداریم توی اهل این لباسی که الان تنشونه، یعنی روحانی که بشناسیم ها، آقا میخوام حقا همینجوره. ببینید ما این روحانی که امروز داریم بحث میکنیم معنوی، منظورمون گفتیم که از اولم گفتیم منظور یک انسان معنوی اخلاقی چیزی اخلاقی داره، مثل امام صادق، مثل امام باقر، مثل امیرالمومنین، مثل امام مجتبی، مثل سید الشهدا، مثل پیغمبر خدا. شما ببینید طرف رفت پیش امام صادق، بفهمید چند نفر روحانی رو یادداشت کردن که عیناً دیدم. آره آقا امروز میخوان چند تا از این روحانیونی که بله دیدم. آقا دیده اینها رو میخواد با شما میخواد ببینید اسطوره‌ام چیه، افسانه است؟ نه والله افسانه هم نیست، اسطوره‌ام نیست. آقا دیده اینو الان بعد از بحث ما با شما آقا نوشتن، حتی میخوان یادداشت کردن که به صورت واضح شمرده شمرده برای شما بیان کنن. خب من اینا هم از امام صادق نقل بکنم، چون ببینید ما گفتیم که امام صادق حتی پیروان مذهب دیگه گفتن آقا جعفر بن محمد بن صادق، لقب صادق رو اونها دادن به حضرت، گفتن هر ابو حنیفه رئیس یک مذاهب بود دیگه، میگه من بیشتر از تعداد انگشتان یک دست روایت متواتر صحیح از پیغمبر سراغ ندارم، این بود رفت سراغ قیاس استحسان. ولی اصحاب ابو حنیفه می آمدند در اینو مرحوم آیت الله معرفت خیلی جالب اینو یه جا بیان کرد به دل من خیلی نشست رحمت الله علیه. خب ایشون از پیش از انقلاب استاد تفسیر قرآن ما بود تو مدرسه رسالت، ایشان یک تعبیری داشت، یک مصاحبه کرد با مجله حوزه که ایشان گفته آقا ما این روایت‌های اهل سنت رو هم ولی که با طرق خودشون نقل شده همه رو همینجوری نمیگیم آقا اینا، چون از طرق اینها
پیش ما توثیق نشدن اینا بریزیم کنار. برید بخونید، خیلی از اینها رفتن پای صحبت‌های امام صادق. میدونستن امام صادق اون چرا که از پیغمبر نقل میکنه اشکال نداره، اون چرا که از پیغمبر نقل میکنه درسته، روایتای درسته. و اینها چون تو اون فضای اون روز نمیشده بیان میگن از صادق از جعفر بن محمد شنیدیم، خودشون واسه خودشون سلسله سند درست میکردن. لذا شما همینجوری نگاه نکن ببینید به طلب به ابو هریره چجوری استناد میده، بعد میگه از پیغمبر، یا این چون ابو هریره تمام روایتاش اینجوریه. نه، برید بخونید مضمون بعضی از روایت ها رو متوجه میشه، در اینکه سندش سند خرابی باشه. میدونید این دهان از دهان اهل خارج شده، این نقل یک نقل درستی بوده از پیغمبر. خب این امام صادق علیه السلام، طرف از خراسان بلند شد رفت خدمت حضرت. حالا ببینید امروز اصلا ما داریم از این شیعه ها، حالا تا امروز ثابت کردیم که ما روحانی هم نداریم، حالا میخوام میشون بگم شیعه هم نداریم، چون من اینجا قید زدم روحانیت شیعه باید طبیب مشفق باشه، الان فعلا نیست در جهانه. وقتی نیست در جهان شد، شاخص دستمون شد، اون وقت میشیم به جز خیشتن رهبر نداریم، به جز خیشتن رهزن نداریم. اون وقت میبینیم جناب ملکیان اومده، خداست دیگه، خدا حالا از حلقوم ملکیان اونجا یه چیزی گفته، آیا همجا اینجا پسندی داره با شما بیان میکنه، خدا داره این کارا رو میکنه. آقا با اصل دو اصل صداقت و جدیت عقل رو محل به اصطلاح رجوع آراء و نظرات بدانیم و وجدان اخلاقیمون رو محل رجوع احکام اخلاقیمون بدونیم. دو تا ترازو هم بیشتر نداریم، عقل در مقام نظر و احکام نظری و وجدان اخلاقی در مقام احکام اخلاقی، خوبها و بدها، بایدها و نبایدها. آقا میخوام جواب همه حرف هاست، یعنی کل درس اخلاق ایشون داده. خب بعد ما با دو بال صداقت و جدیت، صداقت هم ایشون تعریف کرده، ما نه خودمان را فریب بدهیم نه دیگران را. بارها شما از دهان آقا شنیدید بجز خیشتن رهبر نداری، بجز خیشتن رهزن نداری. من وقتی میرم رجوع میکنم به یک جاهل تر از خودم، به خاطر اینکه جامعه خوشش اومده میگه باریکلا باریکلا، من مشهور میشم به تقوا، هم خودمو دارم فریب میدم، همون آدمی که بهش رجوع کردمو دارم فریب میدم، جایگاه هر دومونم تو جهنمه، چون نه با خودم صداقت داشتم نه با جامعه نه با دیگران. چرا؟ چون فقط واسه خوشایند جامعه و خوشایند فلانی و بهمان و کجا قبول بشم و کجا چی بشم، کجا عضو هیئت علمی بشم، کجا نمیدونم مصدری پیدا کنم، کجا نمیدونم منصبی پیدا کنم، رفتم وجوهاتمو دادم به یه آقایی که خب اینجا من صداقت با خودم هم ندارم. وقتی با خودم ندارم قطعا با دیگرانم ندارم. ولی اگر صداقت داشتم، بال دوم بال جدیته، جدی باشم، باری به هر جهت نباشم. نگم خیلی خوب حالا مود زمانه الان اینه، من چاره‌ای ندارم جز اینکه اگه بخوام هم رنگ جماعت نشم. اینجا من میفهمم اینجا ایشون این تعبیر آقای ملکیان خوشش اومد که بل از این جاهدو فینا لن اهدین نهم سبولنا، این جاهدو فینا رو آقای ملکیان فینا رو میگن در راه حق، در راه حقیقت، در راه وصول به حق، به روشنایی، به سعادت. خب این میشه جهد، استفراغ الوس، یعنی من تمام توان خودم رو به کار بگیرم. جهد یعنی زحمت کشیدن، خودم رو به زحمت انداختن، به خطر انداختن، ریسک کردن، اقبال و ادبار عالم رو به پشیزی قائل نشدن، از فردیت و تنهایی نهراسیدن. مثل دیوژانس حتی ساتر و عورت هم نداشته باشم به اسکندر فاتح بعد بگم ساعت رو از سرم کم کن، من حمام آفتاب گرفتم، کی حالا کسی که مردم آتن بیرونش کردن، او مدعیان آتن. خب ما برگردیم به امام صادق علیه السلام. تا الان گفتیم ما الان روحانیت شیعه نداریم، شیعه هم نداریم. ما الان به همین تعبیر امام صادق دارم میگم ما شیعه نداریم. ببینید نمیخوام میگم، ببینید من میگم نداریم، منظورم در مقام اثبات ها، یعنی شیعه اگه این باشد که گفت گر مسلمانی از این است که من دارم، حافظ دارد، حافظ میگه خلا من میگم بنده خودم دارم، گر مسلمانی از این است که ما میپنداریم، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اون واعظان هم که واعظان که این جبه بر ما واعظ کار نداریم، ما با شیخ و واعظ کار نداریم، یا جام باده یا قصه کوتاه، ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده ما باید مست یعنی عاشق، ما باید مست حقیقت بشیم، وجود ما باید پر از حقیقت و جدیت بشه، صداقت و جدیت بشه. علامت با خدا عاشقی است، با خود داره. بلندتر که
نشان اهل خدا عاشقی است. با خود دار که در بشایخ این شهر این نشان نمیبینند. به 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 به. یه بار دیگه بفهم بفهم. نشانه با خدا، نشانه با خدا عاشقی است. با خود دار، با خود دار. به به. که در مشایخ این شهر، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینند. به به به. حالا امام صادق طرف شیعه خراسانی آمد خدمتش. امام صادق که قبلا از خدمت شما عرض کردم فهمون اگر بگی انا خیر و من ابلیسی، اون یه معیار داد واسه من و شما که نشون دادیم که ما هممون ابلیس خو هستیم و آدمی روی این از این. بله. من الان خودم عرض میکنم من هنوز واقعا هیهات به این مقام رو. چرا آقا ماشاءالله رسیده. بله ما بالاخره اینا رو دیدیم میدونیم که هستن، بگیم پس ممتنع نیست این گونه شدن، حداقل آرزو کنیم. شیطان. به 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 به. آقا میفهمن نه فرشته ایم نه شیطان، در یک لحظه میتونیم فرشته باشیم در یک لحظه هم شیطان. همیشه هم باید چوبید بر سر ایمان خیش بلرزیم، تازه در اوج قله تقوا ها. حالا طرف شیعه خراسانی آمده به امام صادق میگه آقا ما در خراسان شما شیعیان زیادی دارید، قیام بفرمایید، ما کل خراسان پشت شماست. حضرت فرمود در اون شیعیان ما، ببینید آقا سؤال رو میبینید، اینا معیاره ها. حضرت فرمود در اون شیعیان ما اونجا اگر زوحاجتی نیاز به یک مقداری مال داشت، آمد دست کرد مثلا در جیب شما، در کمد شما، نیتش هم این بود که یه پولی رو برداره برای اینکه به ذل مسئلت گرفتار نشه، نخواسته از شما سوال کنه، پولتو اونجا یه گوشه، چون قبلاً ها پول نقره و طلا رو یه گوشه آدم می‌ذاشت، این نبود که هر روز این پول رو بخواد مصرف بکنه، که بالاخره داشت واسه خودش اون گوشه. زوحاجتی آمد مثلا گوسفند شما رو برداشت برد یا ماشین شما رو برداشت برد به نیت اینکه کارش انجام بده بیاره بذاره سر جاش یا بیاره پس بده اون مال رو در وقتی که حالا دستش باز شد، شما اگر حس کردید که آمده این رو برداشته، دوست می‌داشتید که ببینید آقا معیار، دوست می‌داشتید که این از شما می‌پرسید و اذن می‌گرفت و شما خودت با اراده خودت به اون می‌دادی، یا اینکه نه خوشحال می‌شدی بدون اینکه این سوال کرده باشه از شما رفع حاجت شده. ببینید همون بحثی که آقا در مورد قرض فرمود، گرش کردن ما تو امروز یک قرض ما تو عمر اونا آقا داده ها، آقا از این قرض الحسن ها به افرادی داده در وقتی که به افراد نه به خدا داده، که بنده و مادرم و آقای خوشوقت و همسایمون و فلان و بهمان و همه به آقا گفتیم دیوانه ای. همه آقا الان که در محضرش نشسته، من یه موقع در اون اوج خریتی که بودم به همراه کل خانواده این قرض الحسنی که آقا به خدا داد، ببینید در اوج نداری یه پولی از سمت امام برای ایشون اومد که اون زمینی که آقای باهادینی موقوفه پدرش بود، حالا نرم توی داستانش، به سازه ایشون کرار مسجد 14 معصوم نمیشد این زمینشون بسازه، یه پولی از سمت امام برای ایشون اومد، شب بقچه پول اون شخص آورد مادر ما گوهش تو کمد، صبح یه زوحاجتی پیدا شد، سیدی بود، آقا بقچه رو برد داد به اون. خب اینجا شما حق داره مادر ما خدا رحمتش کنه، گفت بود جلده، گفت این دیوونه است. ما هم که خب همه گفتیم بله، خب من حق با تو مادر، همه عالم میدن بله. ما اونجا تازه ما امروز تازه فهمیدم چرا به پیغمبرم میگن انه هو لمجنون. ببینید من اینا رو دیدم در ایشون. حالا ولی من دارم این حرفا رو نقل میکنم، میگم اینا مربوط به بنده نیست، بنده هم همونی که من نه شیعه هستم نه روحانی شیعه هستم نه یک انسان اخلاقی هستم، ولی انسان اخلاقی رو دوست دارم، انی احب الصالحین ولست منهم. این حبم انشالله به من شما به بنده، این حبم باعث شما که الهم هستید، این حبم انشالله باعث بشه که بنده همین حب باعث بشه به وصال برسم. امام صادق فرمود که عرض کرد به امام صادق صادقانه، نه اگر از خود ما سوال میکرد میپرسید ما خودمون میدادیم بهتر بود. حضرت فرمود شما شیعه ما نیستید. بابا رفیق من به با شما آنزا شما رو گفت تو رفیق نیستی، هم مباطی ما استاد ما هم حجر من به من گفت تو رفیق نیستی، برای تو نباید از اجازه بگید دفعون جیمه اجازه نه. الله اکبر. آشق مرده میبور آشق مرده میرپور. آقا اینا رو دیده ها،
عاشق مرتضی میرپور. وای وای وای، این دوست دارم آقا این داستان ها، این خوبان، این وصف پاکان رو. خب الان دیگه شما شروع کنید. اگر من دیگه حالا بفهمم، نه الان بفهمم شما اونا رو، همونایی که حالا میخوام یکی دو تا از اینایی که آقا خودش دیده اینا رو، یکیش آسدرزه دربندی بوده. آسدرزه دربندی که همون که پسرم اگه میخواد بری قم درس بخونی، زحمت بکشی بشی مرجع، بری جمشید جتون بفروشی، به حضرت هم نزدیکتری. با آقا عرض کردم، گفتم میدونی آقا، کاش به این بزرگان امروز حوزه گفته بود و اینا هم گوش شنوا داشتن. برای اینکه کسی که میره اونجا جتون میفروشه به حضرت هم نزدیک، نه دستش تو خونی آلوده میشه، نه ارباب بی مروت دنیا میتونن سوارش بشن اونو بکنن سنگ استنجای خودشون، نه شهرتی پیدا میکنه که آفت باشه از اون شهرتش ارباب بی مروت دنیا برای اهداف و سخیف خودشون استفاده کنن. این آقا هم واسه سلالا بفرستن، اون آدم میره جاش تو بهشت. این آدم چیه؟ هزاران گناه و هزاران حق و ناحق گردنش، اونم چی؟ دنیای خودشو به آخرت خودشو چی؟ به دنیای سخیف دیگران فروخته. با آقا عرض کردم آقا این آسرزه دربنده اینه که داره میگه اگر شدی مرجع دستتو ببوسن، چون تو اینجا میشی محل طمع ارباب بی مروت دنیا از شهرت و آفه. امیرالمومنین فهمود مؤمن از خدا شهرت نخواد، ول خمول راهن گمنامی راحت مؤمنه. بله، این که من میگم پیغمبر خدا اگر مأمور نمیشد به اینکه بیاد به قوم خودش، در همون تنهایی غار حرا هزار سالم عمر میکرد، صد هزار سالم عمر میکرد، از اون غار حرا و مقام عشقبازی با حضرت معشوق خارج نمیشد. حالا آقا دوست دارم اینا رو که چند تا از این مباحث، حالا چون میخوام امروز استفاده کنیم. چرا استفاده کنیم؟ السلام بر همه شما عزیزان. عرض کنم که من به خیال که در این جلسه میخوام صحبت کنم، خیال کنم من بنا دارم سکوت کنم و استماع کنم، ولی نوشته بود این چند تا یاد داشت که از کسانی که دیدم از امام سرا و کسانی که شنیدم. حالا من 10 صفحه یه دفعه آمد اینجا یاد داشت کردم، شد 10 صفحه شد نوشتم اینجا بودشتم. حالا انشالله اینا در لایو محمد آقا وقت نیست، آقا وقت هست، ولی اونها اصلا کنم حضور رو که آقا وقت هست، شما بخواهی صحبت کنید. با کمال احترام به همه تون و آقای مهندس بیاد، چیزی فرمودید که من راضی نمیگم. روحانیت سابق با لباس خدمات میکرد، لباس خدمت بود. من نمونه های زیادی دارم و همین باعث میشد در نفوذ در جامعه میکرد، نه اینکه به امتیاز این لباس به امتیازه. بارها گفتیم روحانیت نه به لباس نه به ریشه، اینی که هست اینا نیست، منتها کسی که ما الان مثلا الان من علمایی بسیاری دیدم، یکیش حاج آقا بزرگ ما بود، آیت الله محمدی عراقی، حاج آقا بزرگ. ما از بچگی با اینا انس داشتیم. پدر من یک آخوند زیرک دقیقی بود، مورچه را میرفت میفهم چی باید کرد، چی جور را میره. میگفت حاج آقا بزرگ سلمان زمانه، گوش میدید؟ پدر ما میگفت سلمان زمانه. من خودم کلاس 4 ابتدایی بودم، آقایان برادران خانوما، من کلاس 4 ابتدایی بودم، نشسته بودم تنها در منزل، میگفتم کلاس 4 ابتدایی، میگفتم اگه تیری بدی حاج آقا بزرگ بیاد، من میرم جلوش. و الان از اون حال وقتی دارم کیف میکنم که وقت من داشتم اونجا حدیث میشم، یه بچه کلاس 4 ابتدایی. این مرد محبوب همه بود. چرا؟ چون یه پدر مهربان بود در همه، برای همه طبقات، از فاسق و فاجر و بزرگ و کوچیک و جوبچه رو صغیره بر کبیر، واقعا این نمونه انسانه. وقت با این لباس که هر جا میرفت قائله حل میشد. ایشان آقا بعضی وقتا من دیدم با یک کلمه یک قائله رو حل میکرد، یکی آمد یک قائله ایجاد کنه، ایشان فهمون سوء تفاهم شده. یک قائله برطرف شد. اگر دعوای خانوادگی بود، همین که میگفتن مثلا حاج آقا بزرگ میخواد بیا خونتون، یا مثلا یک از مریدی حاج آقا بزرگ میخواد بیا خونتون، دعواها برطرف میشد. اینا بودن توی لباس. این لباس نشانه تقوا بود. اگر خدای نکرده یک آدم ناتوی توی دست بود، انگشت نما بود، میگفتن این چرا رفته توی لباس.
و حالا الان بله میگن این لباس لباس دزدیه، لباس خیانته، لباس جیبریه، به عنوان خمس و به عنوان زکات و چی چی مردم بده. یارو نان نداره بخوره اینجا، نان نداره بخوره. من میگم ببینم میگوس دوزه چقدر میزه، چقدر خمس داری. اینا نبوده که اونا با یه کلمه مشکلات مردم حل میکردن. مثلا خدا آی یاسینی بده بگو، آی یاسینی از بچگی من پای من براش بودم وقتا خیلی بمش. این خیلی رکو شدید و تند و اینا، خدا سلامش بده که هرچی که نیست خدا رحمش کنه. این خیلی در منبر تو منزل حاج آبزور که همیشه شخصیت ها می آمدن روزه بخشدار، بخشدار اونجا وقت بخشداری بود دیگه، بخشداری اونجا یعنی شاه اونجا آمده گفت من بالای منبر گفتم که با کراوات با ریش تراشیه میاد پای منبر تو مجلس امام روزه نه اسم بره. خب معلومه یکی بود، همین یکی بود که ریش تراشیده بود. حالا اینجا یه قالی بتا میشه، اولا شاه اونجا تا باشه یه بخشدار بود، اونجا کم که نبود. حاج آبزرگ خود آیازی میگو گفت رو کرد به من روی منبر بودم گفت آقا رضا، آسد رضا، آقا آسد رضا کدام بخشدار ریش داره که او آرامش. و یه معنام این که تو اینجور حرف ندن. ببین اینا اینجور بودن با یه کلمه، با یه حرف، با یه حرکت، با یک همین که بلاخره پدر مهربانی. حتی آقا یه مستی جلوش گرفته گفته که حاجی من خیلی خوردم ها، خیلی خوردم ها، بازم میخوام بخورم، دارم میمیرم. میگه بازم بخور نوشی جانت، من تا بیا به این مسجد دور کنه نماز بخور. آدم مست مست مست. جناب آقای مهندس ما این آخوندار دیدیم میارن توز دست باشه آب دست صورتش آب میکشن میبرن تو مسجد، نه الگی دور کنه نماز بخوره. مردم این جانت نمارن با آقا آزاد چیز دیگه با همون هدایت میکنن. ما داستان ها نوشتم، داستان اینقدر الان دست صفحه نوشتم که اگه این چرا فرصتی بشه میگم چه کسانی من دیدم. حالا بیایم سراغ امامه عاشق محمد رضای قمشه‌ای. همه بدانید زمان قاجار استاد جهانگیر خان، استاد ملای کاشی امامه نداشته، در تمام علوم زمان استاد بوده. علما جمع میشه میگه آقا شما که در این علوم فراوان که ریاضیات، فلسفه، فقه، نجوم، تمام اینا ید سلوی دارید چرا امامه ندارید؟ میگه من قبول دارید؟ میگه امامات رو بردارید. امامه که داری نیستی. آقا همین فرماشه آقا لوح زندگی ما این چند کلمه نورانی طلایی استاد جناب آقای ملکیان سلام الله علیه ماشاءالله. این درس اول آخر ماست، این متن انجام بشه همه مسائل حل میشه، تمام مسائل مشکل های حل میشه. حالا ما میگیم امام بسر الان این همه امام بسر درست کرد، هیچی بد نیستن، هیچی از دین هیچ نیم به من. بله از خبرهای خارجی و داخلی و سیاسی اینا خبر داره، بله از دین هیچ خبر داره. اینا نمیتونن مبلغ مردم باشه که با این امام بگیم، این بلکه ضد دین میشه. مثلا یک نفر رفته بود یه جایی ابی آقایان رفته بود، اول گفته بود آقا دستمون بشین چطوره، دستمون بشین چطوره، بعد گفته بود صورتمون بشین چطوره، بعد این دستمون بشین یواش یواش مسائل نماز بشین چطوره. حالا این طلبه اصلا میفهمه، اصلا من خودم میتونم تصور کنم من اگه بخوام کسی هدایت کنم اول میخوام نماز تمام شکیات و سهویات و همه مبتلات وضوع با تیمم همه براش بگم. اینجور تربیت میکردن، با حرف نبود، یک کلمه میگفت خدا حفظت کنه انشالله، خدا نگه، از همین کلمه هدایت میشد. این لباس مایه هدایت مردم بود. الان بله قبول قبول دارم مهندس، الان این لباس مشکل اینه که من اولی بعد از 88 رفتم گفتم من میخوام تو تلویزیون بگم، نگه بگن خلباس کردن، کی میخوام من لباس کنه خلباس کنه. خواستم اعلام کنم که من این امامه رو نمیخوام، این امامه الان علامت حمایت از ظلم مثل دارم خود من یک شخص.
من اینا رو دیدم و واقعا به محمد گفتم خدا میده قلم دستم گرفتم که یادداشت کنم، اسم اینا رو میارم مینویسم، خودم خجالت، واقعا خجالت میکشم اسمشو بیارم. اینا روحانیان ما بودن. بله این لباس لازم بود، ولی الان لباس مهم نیست. ولی الان هر شارلاتان بی لباسی هم شده یه روحانی شارلاتان. اسم دین آه ماشاءالله مجتهده، میشناسم افرادی میشناسم که اصلا هر رد بر نمیدارن، شخصی هم هستن ولی به اسم روحانی. همینطور در لباس، پس لباس و اینها علامت روحانیت نیست. علامت روحانیت این بود و الان باید عقل آدم به کار برد، عقل و جدیت. همینه که جناب آقای ملکیان فرموده این انجام بشه همه مسائل گفته میشه. بعد اینجا حرف من زیادم، من در حضور آقای آخوند همدانی بودم. آقای آخوند همدانی از علمای اعتراض اول بود، در ردیف آقای برجی بودیه، از بزرگان بود. یه عده طلبه بی اطلاعی رفته بود توی دهی، اونا هم ارباباشون رجال سیاسی بودن، نمیدونم چی بودن، درباری بودن، چی بودن، اون دهمال اونا بود. یه عدهشون علی علایی بودن، یه عدهشون بهایی بودن. این رفته بود علی علایی بهایی ها و علی علایی صحبت کرده بود و اینا عصبانی آمدن بی ادب خدمت آقای آخوند. من نشسته بودم خدمت آقای آخوند، با کمال بی ادبی آمدن خدمت آقای آخوند، شروع کردن علیه طلبه حرف زدن. آقای آخوند یک کلمه گفت، من وقت یادم میاد کلمش، بولار منه اشاق دور، من مزه هستم، اینا بچه منن، من مزه. آتشی خاموش شد، اینا بلند شدن دست آقای بوسن رفتن. و من احساس میکنم که ایشان به وسیله پدر آقای بنی سعد، چون پدر آقای از علمای اعتراض اول بود و مهم خیلی بود و نفوذ داشت، شاید به وسیله ایشان مواظبت کرد که او طلبه نکشن. بابا اینا حل مشکل میکردن، تمام مسائل مردم حل بود. پدر من یه آخوند متوسطی بود، حد علمای چنان چنان بود، ولی یه آخوند دیده که زمان و مکان شناسی بود که میدونست چیگونه. در تمام دوران شما بپرسید ببین چند تا طلاق داره، یک طلاق مگه طلاق فساد ایجاد میشه؟ بلا به وسیله مختلف طلاق رد میکرد، یا مسئله میگفت، میگفت تو مسئله برنسی این باید ایچ باشه اونجا، یا برسن پول میداد میگفت برو یه لباس بیاید بخر. خیلی ها به من گفتن زندگی ما نداره پدر تو آش پاشیده بشه. اینا آخوندهای ما بودن، تازه پدر ما یه آخوند متوسط بود. ما انقدر آدم های بزرگی، شما برید این تخت فولاد اصفهان تمام اینا بخواهن بودن کیان یا کیان، این چه علم های بزرگی بودن. همین دواره به فقه، یعنی نه اینکه بیافته تو برخه، تو مردم باید باشه، درد مردم بفهمه و دردش دوا کنه. و اگر واقعا کسی با خودش صداقت داشته باشه میتونه درد مردم را درمان کنه. و اون مطالب ملکه واقعا کفایت میکنه همه حرفا. من اینجا زیاد حرف دارم، زیاد دارم، انشالله اونا رو در لایحه‌اش محمد چون نوشتم اینجا میخونه. 10 صفحه نوشتم، همینجور تونتون نوشتم، این چیزی یادش کرد که چه علمایی من دیدم و چه علمایی بودن و چه علمایی بودن و چه روحانیت چه وضعی داشته. شأن روحانیت این نیست آقایان، شأن روحانی این نیست که مزدور و مجوز بدهای ظلم باشه، این نبوده، این چوری نبوده. علمای ما همیشه حمایت از مردم میکردن، پشت مردم بودن، مردم پناه مردم بودن، اینا بودن روحانی. و این لباس بسیار محترم بود و برای مردم ارزش داشت و با همین لباس میتونستن خدمات زیاد کنن. اما الان نه، بله هر کس منو ببینم ای دوزه ای آمده جیب منو بزنه، این درست نیست. بله خلاصه حالا وقت دیالوگ بریم دیگه. من آقا بلاشو توی جلسات شما من بیشتر گوش بدم، از کلمات شما استفاده کنم، استفاده کنم. بالاخره من بران الان اینجا مخصوصا وظیفه‌ام سنگین‌تر شده، اطلاعات زیادتری باید داشته باشم. شما هر جوی حرف بزنید من استفاده کنم، منتها سعید بفهمید که فرمولی و مختصر و موجز و رسا که من بفهمم، چون وقتی تفصیل باشه من کمی پراکنده نمیشم. خدا نگهدارتون. ممنون، طیب الله حافظکم. خیلی ممنون حاج آقا، ممنون و متشکرم. شما هر چقدر که صحبت کنید ما سیر نمیشیم و یاد میگیریم و تمام اینها برای ما، نفس شما برای ما حقه، حالا جملات و کلماتتون که هیچ.
آقای پروین، آقای صابری، صدای ما رو دارید؟ ما شما رو نشنیدیم. اجازه بدید من یه دو جمله بگم. این آقای حاج بزرگی که ما دیدیم پدرش ندیدیم، حاج محمد عکس دیدیم، عکس چه تماشا میکنه آدم حال پیدا میکنه. عاشق الامروز یزدی من رفتم یزد ندیدمش، ولی عکس چه دیدم 3 ساعت ماتش بودم که این عکس یه روحان. این حاج بزرگی که میگم پسر حاج محمده، حاج محمد پسر حاج باقر، محمد باقر، حاج محمد باقر همبازی میرزه شیرازی بوده، میرزه شیرازی با اون عظمتش این همبازی بودهش، از شاگرده ممتازش شیخ بوده، میاد کرهرود اینا من متن اصلش اونجاست و اونجا مرکز علما بوده، میاد اونجا، از اونجا میاد تهران میاد ملالی کلی و اینا برای استفاده دورش میگیره، خیلی مرد بزرگی بوده. بعد میرن به میرزا میگن که آقا کنگاور سر راه، کنگاور وقتی ده هم نبوده، هیچ نبوده، تازه وقتی که ما بودیم، من بچه کرمانشاه هم، ولی در کنگاور هم زندگی هم وقت خسته بود، ولی اون وقتا هیچ نبوده. اینجا دوز بازاره، راه کربلاست، این کاروانا میان، این اشرار مزاحم اینا میشن. میرزا گفته بود یه عالم دینی اونجا باید باشه، یه عالم دینی اونجا باید باشه، اینه داشته باشی تو را به خدا، این حرفا قیمت داره ها، من میبینم این حرفا بمانه، یه عالم دینی اونجا باشه. این مرد بزرگی که مورد توجه همه بزرگان تهران بوده، مسائل بسیار دقیق ریاضی و فلسفی اینا هم کرده، فقهی میکرده، این گفته من احساس میکنم برم اونجا. آمده اونجا حوزه درست کرده، چیز کرده، چی کرده، چی شده، یک مدینه تو این درست کرده بود. وقت آقا این مرید اینا بازاری رو خدا میداره، من آقا قسم میخورم، به قسم شدید میخورم که بازاری که مقلد اینا بودن و مرید اینا بودن قضیه ممکنه رو قبول نداشتن، گمان نمیکردن کسی دروغ بگه، گمان کسی کم فروشی کنه، گمان نمیکردن کسی غیبت کنه، خدا میدانه من بودم با شنو قضیه ممکنه قبول، اینا تربیت شدی اونا بوده. پدر من که طلاق ها را به سر رد میکرد و ناشار بود در یک طلاقی که ناشاره که فساد میشه ناشار طلاق بوده، اون وقت اینه در مجلس عمومی در روزه حاج آقا بزرگ که همه عدول بودن پیش همین باداری ها منتدن که ما میادیم مسئله من ادیان میپرزیم، اینه آقا اگر کسی دیندار باشه، اولا مردم دین میخوان، دین صحیح میخوان، دین صحیح هم بر همین معیار است که آقای ملکیان فرموده، دین صحیح را از اینجا میشه بدهید. اون وقت ما قهرن نمونه های عملی میخواییم، نمونه های عملی فراوان داشتیم و الان متاسفانه نمیتونیم هیچ کس مارو. من یه نفر، یه انسان کامل استراق دارم، میشناسم، میدانم مکامله، ولی دسترسی بهش باید اون امام زمانه، ولی آدم کامل الان استراق نداریم، ما کسی کامل نداریم. بنابراین باید عقل و وجدان انسان زنده باشه و دنبال این حرفا بره. آقای صابری هم اگر یه چیزی آماده کردن، از خاطرم هست که آقا دوست دارم بشنوم. سلام علیکم. سلام الله علیکم. از ادب. من عرض ادب. بر همه سروران و خیلی هم تشکر از بحثای حاج آقا. یه جمله ای رو میخواستم بگم که ببینید صحیح برداشت من یا نه از فرمایشات شما بزرگواران، و از البته از خود شماها گرفتم، ولی میخوام مطمئنشم درست دریافت کنم. ممکن این طبیبون دوارن به طب، موضوع این کار همه مثال هایی که حاج آقا زد، یاد دادن مثلا وضوح بوده، حل مشکلات معیشتی مردم بوده، خوابوندن دعواها بوده، زندگی مردم بوده. میخوام بگم موضوع کار روحانیون هدایت مردم نبوده. این یک بار از صحبت‌های شما این بود که این وظیفه انبیاس، اونا مأمورند برای این کار. خود این موضوع بعضی موقع خلط مبحث میکنه و کار را، یعنی در تمام اینها خودشون وظیفه هدایت، یا حتی من شنیدم از حاج آقا میگه یک کسی در هدایت بخواد با کسی صحبت کنه و دوست داشته باشه غلبه پیدا کنه، یعنی بشه این دوست داشتنه کار شیطانه. و این روحانیون مشفقی که رایگان میدونن دنبال خدمتگذاری مردم باید بدونن، دنبال حل مشکلات مردم باشن، پاک باشن و خدمتگذار. میخواستم ببینم این دریافت را
صحیح میدونید؟ بله درسته. شما هدایت منظورت اینجا وعظه، اینجا منظور از هدایت، ولی هدایتی که خدمت. معنی واقعیش هست که انبیا هادیان، اونها پیغمبران درون ما رو انبیا دیوسی رو دفاع اینال اغول دیگه، کار انبیا که عقل بیرونه و عقل عقله، اغول ما رو اون وجدانهای اخلاقی ما رو احیا میکنن، دیوسی رو دفاع اینال اغول، اون هدایت بس چراغ نوره، نور هم ظاهر هم مظهر، نور دیگه جارچی نیست که بیاد جار بزنه بگه آقا مثلا الان روز است یا الان شب است، نور نوره، کار ظاهر است و مظهر، یعنی هم ظاهره هم مظهره. این هدایتی که جناب صابری الان اشاره فرمودند که کار انبیا این نبوده یا کار روحانیت این نیست، این همون به جای وعظ شما به کار بردید این رو، چون متاسفانه الان آقایون هدایت رو از طریق وعظ میدونن، اونم واعظ غیر متعظ، واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، دورو هستند و دوگانه هستند و دوزیستان، زیست خودشون یک زیست اخلاقی نیست، ولی سر منبر از کلمات امام صادق و از اخلاقیون عالم بیان میکنن، در حالی که شما امروز دو تا معیار از امام صادق، سه تا معیار تا الان بیان کردین، ببینید کدوم ما از زندگی ما چه آخوند و معمم و غیر معمم بر این اساس بوده. لذا بعض حتی امام صادق فهم کونو دعاتم لناس به غیر السنتکم، اصلا این کار وعظ کار پیامبرانه نبوده، امام صادق هم نهی کرده ما رو که شما این نهید مردم رو وعظ بکنید، چون وعظ باعث میشه که نقض غرضه، من وقتی به فرزندم میگم دروغ نگو ولی خودم دروغ میگم و از صداقت فرزندم وحشت دارم، اگه فرزندم صادقانه بگه این چیز قیمتی رو من زدم شکستم، من خشمگین میشم، اون برای فرار از خشم من دروغ میگه و من دروغ اون رو میپسندم، من هزار تا هم وعظ بکنم در المؤمن لا یکذب هیچ فایده نداره. از این کار وعظ ما هدایت نیست، ضد هدایت، اینا همه ضد هدایت، ولی اون کاری که شما فهمونید خدمت همون عین هدایت، اون خدمت هم اینه، یعنی عمل به وظیفش داره میکنه. ببین مثلا نور وظیفش چیه؟ روشناییه، وقتی روشن شد جلوی پای دیگران هم روشن میشه، نیاز به جارچی نداره، این دیگرانن که پروانه وار میان سراغ نور، طالبان نور هستند، نوریان من نوریان را طالبند، ناریان من ناریان را جاذبند، از سنخیت و علت و الانزمام، اونی که دنبال نوره سراغ پیغمبر میاد، طبیب و دوارون به طبه، یعنی همین، نه اینکه اونی اونجا نشسته این بلند میشه میره میچ، فرقی نداره چه این بره چه او بره، هر دو دارن به وظیفهشون عمل میکنن، اینکه میشن رفیق، میشن همراه، میشن دو تا آینه مقابل هم، چون اونم که خودشو ازل خلق میدونه، ما همه عالم رو خدا میدونه، همه عالم رو فرستاده خدا میدونه، حتی سائل رو فرستاده رحمان میدونه. بذار این هدایتی که الان به کار بردید که مخاطب بی کار انبیا کار روحانی این نبوده که بشه، این یعنی بعد وعظ، این وعظ اتفاقا بدترین نوع وعظ، چون این وعظ غیر متعظ، طرف خودش متعظ به این مواعظ نیست ولی داره دیگران رو وعظ میکنه و این به اصطلاح بیشتر موجب نقض غرض هم هست. بروش. یعنی این کاری که روحانیت داره امروز میکنه، به اصطلاح روحانیت باید بگیم، به اصطلاح روحانیت یا معممین یا ارباب عمائم که وعظ رو هم وعظ اختصاص خودشون میدونن، اگه وعظ آخوند باید بشینه آقای رضا صابری بشینه اون رو وعظ بکنه، ما اینجا مثلا شما اصل بزرگان روحانیت ما یه بچه طلبه یا کسی آدم عادی کوچه بازاری بلند میشد مثلا اون رو وعظ میکرد، اون عالم گریه میکرد، نمیگفتش که نه اینجا جایی اینه که من برم بالای منبر من میشنم حفظم تو گوش بدی، علامت اصلا واعظ حقیقی متواضع، واعظ حقیقی اصلا بیان نمیکنه، جارچی نیست، جارچی کسی که میخواد خودمایی کنه شعاف کنه. آقای سید میخوام بفرمایید موعظه واس نصیحت فرمون، نصیحت نه خیخایی، نه خیخایی مصطفی با موعظه فرمونه، علامه طباطبایی بهش میگه نصیحت بگو، من نصیحت بله چون در مجلس عمومی گفتن آنسل گفت خود به خدای واحد حد بلد نیست آقای طباطبایی که تمام اخبار ده و تمام قرآن ده و چند دور اتباه رو متلکه ده و اینا هم به. نصیحت خیرخواهیه، ما همه باید خیرخواه باشیم، اما موعظه که ما بریم موعظه این شنین باشید چنان باشید خودمون نیتیم، این درر داره، این درر داره، ترک باشه بهتره، بهتره اینکه اما ما نبردنیم بریم دوباره کسب و کاری محترمان زندگی کنیم، این زندگی خوشی داشته باشیم، اقلا مورد لعن و لعن انبیا و ملائکه نباشیم،
ولی آقای سالی من یه خواهشی از شما دارم. بله. این فضیلتش فراموش شده کلمات آقای راشد، مرحوم آقای راشد راجی پدرش عاشق عباسی. بله. عاشق عباس عاشق عباسی کسی بود که خودش میرفته تبلیغ میکرد همون تیون دوار فقط. یکم عاشق غلام رضا. اینا دو تا اگه بشه ان شاء الله مطالعه داشته گاهی از این مطالب به منم بگید که من یادم باشه. فضیلت های که آقای جلال رفیع خدا سرانش اون چاپ کرد. فضیلت های فراموشته. بله. خیلی خیلی چند کوچیک کتاب کوچیک داستان هایی در آقای راشد از پدرش. یکی عاشق غلام رضا یزدی که از علمای بزرگی که گفته بودن 20 نفر از علمای بزرگ در نجف بودن وقت میگفتن این ممتازه. این یادی است میره در خانه میگه غلام رضا میخواد برای شما روزه بخونه. غلام رضا میخواد برای شما روزه بخونه. میاد مشهد پیاده از راه طبس میان فلان مشهد میرسن روز زیارتی امام رضا 23 ذیقعده دیگه. وقت یه نامه بهش میرسه بیا آقا بریم منبر بشه. نمیدونم حالا کجا نفت بود حرم. گفته آقا روز زیارتیه. گفته بود امام رضا نوکر میخواه ظاهر زیاد داره. اینا بودن. ای اگه این دوتا نوشته هست هم فضیلت فراموش شده هم راجع به عاشق غلام رضا یزدی مطالب یادداشت بفرمایید به من بفرمایید همین رفقا استفاده کنید بشنون اقلا بشنویم که کیا بودن چی بودن روحانیت یعنی چی این روحانیت. بله با امامه کسی روحانی نمیشه که کسی که در فکر خودش نیست کسی در فکر دنیاست کسی که دنیا پرسته که این روحانی نیست که این خائنه این جانیه. بنابراین ما اتفاقا الگوها رو معرفی کنیم افراد بودن مردم یه روشن میشن انشالله بر که این کار به وسیله شما انجام بشه. من پیرو مثال شما عرض کردم و فهمش محمد آقا خیلی دقیق بود و اشتباهات من گرفت لفظی من. اینکه اون طلبه که رفته در روستا بهایی بودن علی اللهی بودن اول وظیفه خودش احساس کرده اونها رو باید مسلمان کنه مؤمن کنه و اصلا این دیده داشته از اونها مؤمن تره. طبق حدیث امام رضا طبق حدیث امام حسین این باید خودشو پایین تر از اونها بدونه از هر خلقی و این دید هست که روحانی حالا میره توی مدرسه میشه معلم شده وزیر آموزش پرورش اول میخوایم مردم رو مسلمان کنیم و با این دید میرن واقعا حتی رایگان هم میرن میخوان خدمت کنن. خدمته شاید جنسش این نیست این تو ده رفته بود به جای اینکه بخواد علی اللهی ها و اون آدم ها رو مؤمن کنه باید خدمت میکرد بدون بهایی مریض داره اون فلان داره مشکل روحی داره حالا اسم نبردم ولی شنیدیم دیگه خود حضرت عالی که یه عالمی برای یه عالم دیگه یه شب جمعه اون مریض توی بیمارستان داشته به جای دعا کمر اینا برایش جوب گفته که این مسئله روحی اون رو شب حل کنه. و میخوام بگم جنس خدمت کردنه این طبیبه جنس خدمتش موضوع با ایمان کردن این مدلی شده اسمش نمیدونم چی بذارم دنبال مسلمان کردن و ایمانشون رو بیاریم بالاتر و خودمون رو بالاتر از اونا بدونیم نیست. عرضم بیشتر ناظر به این موضوع بود. حاجی انصاری از شاگرده ممتاز علامه طاهری بود. رفته بود در مایدشت کرمانشاهی که داده. با سفورا با اون کوچه های مردم جارو میکرد. بله. این دغدغه الان در حکومت هم یعنی جاری شده یعنی اصلا علاوه بر اینکه حالا حوزه و روحانیون نباید خودشون مسئول این که همه را باید مسلمان نیستن و یا نمرشون پایین‌تر از هر کسی خودش میدونه و اون نمره رو باید بیاره بالا به تنهایی اون طلبه احساس وظیفه میکنه حالا مثلا اگه من میشم رئیس یه مدرسه ای فکر میکنم وظیفه من به جای که ریاضی و فیزیک و شیمی و اخلاق و اینها یاد بدم که اینا همون دینه ذهن من اینه که این 300 دانش آموزی که دست منه نمره هاشون و پدر مادرهاشون 12 13 این مادرش بعد حجاب این من اینها رو باید مسلمان کنم و این میخوام بگم از نیت اصلا تمام کار رو خراب میکنه. این همون دوستی خالق خرسه است فلواب در جهت نقض غرض. بله داره قربان شما زنده باد فهم شما و امثال شما. شما ها روحانی هستید ها. شما ها معنی هستید. بله تو بالا کن هنیان گوارایتان باد. امام حسن حج را رها میکنه برای یک یه طواف را رها میکنه امام حسن بود برای یک
سائلی برای یه کاری، به قول شما مثال های شما همش این بود، مثالی که فرمودید که امام صادق اون حدیث شیعه گفته اگه اومد یه بحث مالی ازتون کرد تکون میخورید یا نه؟ آقای صاحبه بله، نظر خودم نبوده، امام حسن بودشن، اگه امام حسن نشه هیچ وقت خودم لیاقت این لباس نمیدم، من خودم لایق این لباس نمیدم. حالا اسم بزرگان آوردید، دوست داشتم اسم متبرک بشه واقعا جمع اسد الیک بر آقای ابو ترابی رو بیارم که وسرا در اونجا میگن ایشون با این دید، یعنی هیچ فرقی بین اسیری که با مجاهدین اونجا همکاری میکرده بی تقید بوده، اهل نماز نبود، اصلا به این چشم نگاه نمیکرده به انسان ها، خدمت میکرده به همشون. رضوان الله من آیتی بود. این طبیبون سلام الله، دیدم مثال خوبی است از طبیبون دوارم به طب درم نیمد، اسم ایشون رو نیارم و شعارش هم بود پاک باش و خدمت گذار. سلام الله علیه. خب دیگه ظاهرن وقت مثل که وقت شما، البته اینجا هم خورده نماز و هم وقت نماز است و ولی شما هم دیگه الان اونجا دیگه داره به نیمه شب شما دارید نزدیک میشید، انشالله دهه آخر سفر هم توی همین کلاب هاست در مظهر آقا همین مباحث رو خواهیم داشت انشالله، موضوعات هم خود دوستان بدن، سوالات رو خود دوستان بدن، مطائر رو خود دوستان بدن، آقا هم دوست داره استفاده کنه، از همه هم التماس دعا داریم. خیلی ممنون و متشکر. ما الان بله نزدیک 2 ساعت هستش، 2 ساعتی که فکر میکنم 2 دقیقه گذشت، اصلا احساس نکردیم زمان انقدر سریع گذشته، در خدمت شما و دوستان عزیز بودیم و چه خبر خوبی که دهه آخر سفر رو هم هستیم الحمدلله، خدا رو شکر. و اینکه آقای اعتمادی هم اینجا حضور دارن، از ایشون هم خواهش کنیم اگه صحبتی دارن بشنویم و کم کم دوستان دیگه اگه سوالی دارن بفرماین، اگه نه که کم کم روم رو ببندیم تا هفته آینده ان شاء الله. خیلی ممنونم، من هم دیر رسیدم، همین مقدار فیض بودم، واقعا شاد شدم، ان شاء الله هستم خدمتتون جلسات بعد و ممنونم از شما. خیلی ممنون، متشکرم آقای اعتمادی. آقای پروین تشریف دارید، شما جمع‌بندی یا نکته‌ای باشه که بفرمایید خوشحال میشیم بشنویم. بله خیلی ممنون، عرضی ندارم، خیلی ممنون، استفاده کردیم از بعد از مدت‌ها که اشتیاق و انتظار که بتونیم کمی بیشتر از مطالب واجب استفاده کنیم، امروز به هر حال خیلی به هر حال چشم و دلمون روشن شد به نکات ایشون و همچنین ممنون از نکات خوب استاد امجد و بزرگواران دیگر جناب آقای صابری، انشاءالله که توفیق بشه همچنان در این جمع خوب در خدمت بزرگواران از محضر همه استفاده کنیم. متشکرم. خداوند نگهدار همتون باشه، همتون به خدا میسپاریم، انشاءالله همتون سر برند بشید. آقا راهی نیست، ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، فقط با خدا مرتجی شد که ما صادق باشیم با خودمون با خلق. اللهم آمین. آقای امجد خود شما نکته خاصی ندارید؟ اگر نکته یا موردی هست بفرمایید. نه، بنده استفاده کردم از جمع عزیزان و آماده هم هستم چنانچه با صحبتی دارم بدارم برای جلسه بعد مطرح کنن موضوع بشه یا بعدا توی صفحه آقا بگذارم، در خدمتشون هست. خیلی ممنون و متشکر. قطعا نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات همه دوستان رو ما هر تمام دوستانی که الان اینجا هستن به جان میخریم، میشنویم و طرح میکنیم. من پایان جلسه رو با یه شعری از مولوی که مرتبط با به اصطلاح موضوع اتاقمون بود میخوام تموم کنم، حالا امیدوارم بتونم درست بخونم. قبل از اینکه مطلب بفرمایید من فقط یک درخواستی از دوستان جمع عزیزان دارم که
مطالب آقای ملکیان رو توی این حوزه اخلاقیات و معرفت شناسی و روانشناسی، مطالب معنویت که ایشون مطرح میکنن، دوستان دائم پیگیر باشن. اون دهه آخر سفر هر شب یکی از این موضوعات رو محل بحث و گفتگو بگذارن که هم آقا استفاده میکنن، اما هم از استفاده آقا جمع ما بیشتر مستفید میشه. و من خیال میکنم که محور همین مباحثی باشه که جناب آقای ملکیان مطرح میکنن. فعلا الان ایشان داروهای شفابخشی برای ذهن و ضمیر ما و زندگی اخلاقی و معنوی ما ایشون الان دارن تجویز میکنن و خدا بهشون توفیق داده. استفاده کنیم، یعنی دوستان هم پیگیر باشن، مطالب ایشون رو ترویج کنن و اون دهه آخر سفر هر شب یک موضوع از صحبت‌های ایشون و از توصیه‌های ایشان و از آموزه‌های ایشان موضوع بحث و گفتگو بشه. آقا استفاده است برای همون. آقا میفهم برای همه ما قابل استفاده است مطالب ایشان. انشالله. بله حتما ما این رو استوری هم میکنیم و یادآوری میکنیم به همه دوستان. به واقع مطالب ایشون تشنگی آدم رو و آتش آدم رو تو یادگیری و عمل به خصوص بیشتر میکنه. انشالله که عامل باشیم. و برنامه های آخر سفر رو هم ما همینجا اعلام میکنیم و اطلاع رسانی خواهیم کرد برای هفته بعد هم همینطور. خب من با اجازه این شعر رو بخونم و از مولوی و کم کم از خدمت دوستان مرخص بشیم. ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم که از فراست ما به عالی منظریم. آن طبیبان قضا اند و سمار، جان حیوانی به دیشان استوار. ما طبیبان فعالیم و مقال، ملهم ما پرتو نور جلال. شب خوبی برای تک تک عزیزان آرزومندم و امیدوارم که روزها و شبای خیلی خوبی پیش رو داشته باشید. عامل باشیم به تمام الزامات اخلاقی. کلاب جامعه اخلاقی رو فالو کنید و پیگیر گفتگوهای ما باشید. شبتان خوش، جانتان آرام و قدردان تک تک عزیزان و نفس گرم حاج آقا هستیم. آقای امجد از شما ممنون و قدردانیم. بنده از شما سپاسگزارم و همه دوستان جان که با شرکت فعالشون در این جلسه هم آقا مبتهج شدند و لذت بردن، ما هم از این ابتهاج و لذتیشون استفاده کردیم. انشاءالله بیش باد. خدا نگهدار همه و از همه التماس دعا داریم. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. خدا نگهدارتان حاج آقا. خیلی خیلی التماس دعا. قربان شما. همیشه دعا گوستم. همیشه دعا و به دعاتون محتاجم جدا. بحبه. الحمدلله. ما هم دلخوشیم به همین دعاها و نفس گرم شما، من و تمام عزیزان. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار همین. من 30 ثانیه به احترام همه عزیزان نگه می‌دارم. اینجا هستیم. 30 ثانیه بعد من کلاب رو می‌بندم.